درود درود دوستان عزیز، خوش آمدید به لایف. به هر روشی که بلدن میتونن راه پیدا بکنن تا بقیه هم از پخش این لایف مطلع بشن. نمیدونم چجوری میتونن شیر بکنن، هر کار بکنن، کمک کنن، چون ما فقط شما رو داریم. ما از نسلی هستیم که قفصه کتاب خونه می رفتیم، بر می داشتیم چیزایی که می خواهیم. خب یوتیوب ما هم همزمان شروع شده، ما معمولا منتظر می شدیم. امشب خیلی سریع یوتیوب هم شروع شده، لایو رسما شروع می کنیم. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. در یک شب معتدل بهاری مهمان خانه های باصفای شما هستیم. در روز شنبه 18 فروردین ماه یا ماه حمل 1403 خورشیدی، همزمان با 6 آوریل سال 2024 میلادی یا عیسوی. امشب شاید یکی از مهمترین لایف های تاریخ لایف های ما باشه. دوستانی که کمتر با ما آشنا هستن یه مختصر توضیح میدم و بعد میگم که قرار امشب چه اتفاقی بیفته. امیدوارم این یکی دو ساعتی که با هم هستیم مفقود نشید. ما 2-3 ساله که لایف های منظمی داریم در طول هفته. دوستایی هم که تازه اضافه شدن مطلع باشن، مسائل افغانستان رو به طور تخصصی بهش میپردازیم، به خصوص اوقاتی که اخبار بیشتر و خاصتری باشه. 2-3 ساله که این کار رو میکنیم. خب اون اوقاتی که کابل تسخیر شد خیلی بیننده ها بیشتر بودن، اخبار داغی بود. به مرور تب افغانستان خوابید، کمتر شدیم تقاضا، ولی به هر حال لایف ها ادامه داشته و همچنان هم ادامه خواهد داشت. علت برگزاری لایف امشب اینه که یک خبری در رسانه های ایران امروز منتشر شد، مبنی بر این که یه تعدادی از رؤسای داعش، سرتین داعش گفته شد که در ماهدشت کرج دستگیر شدن و بعد گفته شد که یک کلونی اونهای تیمیشون گرفته شده. ما امشب میخواییم بررسی بکنیم ببینیم کی هست این داعشی هایی که گفته شده گرفته شدن، اینا کی هستن. مهمان عزیز داریم، استاد مشهور کابولی که خود معرف حضور همتون هستن، در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای دکتر مدبر که نماینده سابق پارلمان بودن از اندرآبها در پارلمان افغانستان، ایشان از خویشاوندان شهید خیرخواه هستن، ایشان رو هم از لندن روی خط خواهیم داشت، ما اضافه خواهند شد. علاوه بر اون سرکار خانم فاطمه خاوری که از فعالین امور مهاجرین هستند، مثل حمید خان بوالی و یحیی جان آزادی و این بچه ها که در امور مهاجرین خیلی فعالیت کردن. خود ما علاقه مند به این موضوع هستن و دنبال کردن همین قضیه رو که میخوام بهش بپردازیم. ایشون به ریز دنبال کرده، ازشون خواهش میکنم که تقاضاشون رو بفرستن تا اگر که شنونده هستن تا بتونن به موقع خانم خاوری رو هم اضافه بکنم. نمیبینم درخواستشون رو، خواهش میکنم خانم خاوری اگر که صدای منو میشنوید درخواستتون رو اضافه بکنید. امیدوارم مشکلی پیش نیاد و همه مهمان های عزیز بتونن در طول به نوبت یا اینکه همزمان با هم استفاده کنیم ازشون و حرفشون رو بزنیم. امشب قراره یک موضوع روشن بکنیم برای شما، موضوعی که در رسانه ها لااقل در رسانه های داخل ایران درست بهش پرداخته نمیشه. ابتدا خواهش میکنم اگر همزمان میتونید از یوتیوب و اینستاگرام، فرقی نمیکنه براتون، از هر دو میتونید برنامه رو ببینید، ترجیحاً برید و از یوتیوب ببینید، اونجا منظمتره. دوستانی که اضافه میشن اسامیشون میاد، مثلا خانم خاوری که اضافه بشن اونجا معرفی میشه، زیر اسمشون میخوره، فاطمه خاوری،
حال امور مهاجرین مثلا. اما در اینجا این امکانات ما نداریم. به طور همزمان از چند تا پلتفرم برنامه پخش میشه که یکیش یوتیوب هست و عرض کردم چون در نهایت ما به یوتیوب مهاجرت خواهیم کرد، خواهشمون اینه که از اونجا ترجیحاً ما رو ببینید. خب خانم خاوری اضافه شدن، درخواستم دادن، من درخواستشون رو تایید میکنم و در ضمن اینکه منتظر میشیم ایشون اضافه بشن، خبری که رسانه‌های ایران منتشر کردن رو براتون خواهم خواند. خانم خاوری، من درخواست شما رو تایید کردم، خواهش میکنم که اضافه بشید تا بتونیم بحث رو پیش بریم. ایرنا کرج، سخنگوی پلیس از اجرای عملیات گسترده واحد ضد تروریسم سازمان اطلاعات پرمجان و دستگیری چندین عضو گروهک تروریستی داعش در استان البرز خبر. به گزارش ایرنا، مرکز اطلاع رسانی پلیس البرز روز شنبه به نقل سردار سعید منتظرالمهدی از دستگیری محمد ذاکر مشهور به رامش، عضو ارشد و سرتیم عملیات تروریستی داعش در ماهدشت کرج توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کرج البرز استان البرز خبر. سخنگوی پلیس در تشریح جزئیات این عملیات بیان داشت در پی اشراف اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز و همراهی و همکاری در شناسایی تروریست ها توسط شهروند مسئولیت پذیر، موفق به دستگیری عضو ارشد داعش با هویت محمد ذاکر مشهور به رامش و دو نفر دیگر از گروه‌های تروریستی این گروهک شد. این مقام ارشد انتظامی. خانم خاوری، شما اضافه شدید؟ بله بله، در خدمتتون هستم. سلام عرض می‌کنم. سلام، من تصویرتون ندارم، این یک باگ در این است. اگر خارج بشید دوباره درخواست بدید که من بتونم ببینم تصویرتون رو دوباره اضافه کنم. ببخشید، این باگ متأسفانه هست. زنده باشید، من حضرتون کردم، دوباره درخواست بدید تا من شما رو اضافه کنم، انشاءالله مشکل رفع بشه. بله، عرض میکردم سخنگوی پلیس در تشریح جزئیات این عملیات بیان داشت در پی اشراف اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز و همراهی و همکاری در شناسایی تروریست ها توسط شهروند مسئولیت پذیر، موفق به دستگیری روز ارشد داعش با هویت محمد ذاکر مشهور به رامش و دو نفر دیگر از واحدهای تروریستی این گروه هک شد. این مقام ارشد انتظامی افزود این افراد طی دو عملیات جداگانه در تور اطلاعاتی پلیس قرار گرفته و در تیراندازی به خودروی آنان سه نفر مورد اصابت گلوله و دستگیر شدند. احتمالا منظورشون این بوده که سه نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتن و دستگیر شدن. یکم انشاء مشکل داره. وی اظهار کرد این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر را داشت. سخنگوی پلیس گفت همچنین 8 نفر از همراهان تروریست ها نیز دستگیر که خبرهای تکمیلی در خصوص نحوه اقدامات و ارتباطات این تیم تروریستی اطلاع رسانی خواهد شد. حالا ما میخواییم ببینیم امشب که این تروریست های داعش که میخواستن در عید فطر همه رو بتر کنن کی بودن؟ خانم خاوری، من دوباره درخواست فرستادم، امیدوارم این دفعه که اضافه میشید من داشته باشم تصویر شما رو، اگرم نبود که ادامه نمیدیم دیگه. درست شد. بسیار خوش آمدید. سلام، مجدد عرض میکنم خدمتون. زنده باشید. خب دوستان عزیز، سرکار خانم فاطمه خاوری همینطور که عرض کردم از فعالین امور مهاجرین هستن، از روز اول این قضیه این موضوع دنبال میکردن، زمینی که ایشان از آشنایان خانوادگی شهید خیرخواه هستند. شهید خیرخواه، برای دوستانی که شاید تازه به جریان اضافه شده، جنرال شهید خیرخواه از فرماندهان جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود بود. ایشان 2 سال مقاومت جانانه مقابل طالبان کرد، یک بار هم یکی دو تا شهرستان رو در دره اندراب از چنگ طالبان در آورد، شهرستان پلحصار و یک شهرستان دیگر رو با کمک یکی از همین افرادی که الان دستگیر هست، همین آقای رامش. و سال گذشته زمستان پارسال، نه در واقع سال 1402، نه زمستان 1401، ایشون در اندراب محاصره شد به همراه 14-15 تن از نیروهای خودش به دست طالبا. بعد از یک مقاومت جانانه به شهادت رسید. خانواده اون بدن به تهران اومدن و در ادامه که حالا خانم
خاوری برای ما توضیح خواهند داد. خانم خاوری از ابتدا توضیح بدید، این هایی که میگن دستگیر شدن و تیراندازی اتفاق افتاد و خودرو تیر در واقع مورد هدف قرار گرفت و 8 نفر دیگه بعدن دستگیر شدن، و اینا کیان، ماجرا چی بوده، کی دستگیر شدن، الان تو چه وضعیتی هستن، این داعشی ها رو برای ما افشا کنید. در خدمتتون. این نوشتام اگه شما رو اذیت میکنه من خاموش کنم. دوستان هم مکرر دارن پیام میدن، از شما درخواست میکنن که اگر مقدوره پیام رو ببندید، اگر باز هم هر جور خودتون صلاح میدونید. خاموش کنید. من خدمتتون عرض کنم، برای خیلی ها خب تعجب برانگیزه و خیلی ها سوالای زیادی میکنن. من هر جایی که میرم برای پیگیری این امور، همه با خیلی با تعجب و شگفتی از من میپرسن که شما اصلا کی هستید، شما چرا این موضوعات رو دنبال میکنید. میخواستم عرض کنم این موضوع رو یک مقدار تشریح کنم که یه سری چیزایی به هر حال توی تاریخ زندگی آدم رخ میده، با شخصیت‌هایی آشنا میشه و با یه سلوک و رفتاری از کسانی مواجه میشه که اینا آدم رو تحت تاثیر قرار میده. و فرمانده خیرخواه از کسانی بود که شیوه زندگیشون و این مقاومت جانانه و سرسختشون با در واقع استبداد طالب و در واقع این تسلط وحشیانه‌ای که به یک باره رخ داد بر سرزمینی که اصلا یعنی در واقع غافلگیر شدن، ایشون کسی بود که از روز اول، از روز نخست علم مقاومت رو بر دوش کشید و به کوه رفت و گفت یا مرگ یا اینکه در برابر طالبان باید مقاومت کنم. و به هر حال این مقاومت به جایی رسید که یک تنه همراه به یاران وفادارشون با سخت‌ترین شرایطی که شما که با جغرافیای اون منطقه آشنایی دارید و برخی از دوستان اندک میدونن و خبر دارن اونجا کجاست، بسیاری از جنرالای عالی رتبه که آدم های سلیم و نفسی هستن اقرار میکردن، میگفتن ما یک روز از روزی که فرمانده خیرخواه در چنین شرایطی در کوه مقاومت جانانه میکرد، ما یک روزش رو امکان زنده ماندن در آن شرایط نداشتیم. و ایشون قریب به 2 سال، به هر حال این زندگی رو 1.5 سال قریب به 2 سال به این شیوه سپری کردن، طوری که خاطراتی که حتما شما خودتون در جریان هستید، میگن برای سوزش رفع سوزش معده و دلشون از گرسنگی شدید قنداق یا چرم تفنگشون رو میجویدن. یعنی من این رو، یا آب نمیتونستن، آب برف و آب میکردن میخوردن، یک سر به عبادت و سیر و سلوک خاص خودشون و مقاومتی که به معنای واقعی کلمه فرمانده خیرخواه باور داشت به اینکه در مقابل داعش، در مقابل طالب باید ایستادگی کرد تا پای جان. تا فرمانده طالب، فرمانده خیرخواه چنین کسی بودن. من الان اگر بفرمایید چرا این موضوع به فرمانده خیرخواه مربوط میشه، وارد بحث بشید. بستگان الان متهمان در واقع به نام داعش که در سطح بسیار وسیع امروز، یعنی بمب خبری که من همچنان تپش قلب شدید دارم، اصلا نمیتونم به خودم فائق بیام، حتی آب و خوراک ندارم، که چجوری ممکنه همچین کسایی، چنین کسایی بهشون انگ داعش زده بشه که آبا و اجدادشون، شما بهتر خبر دارید، همه شهید شدن در این راه، سالها مقاومت کردن در مقابل طالب، در مقابل روسیه، در مقابل هر نوع استعمار، هر نوع و ابرقدرتی که ظلم میکرده ایستادگی میکردن. بعد یه همچی کسایی که هم بستگان نزدیکشون بودن، هم همرزمانشون، جناب آقای جعفریان، همرزمان. چطوری دستگیر میشن؟ اینا چطوری دستگیر میشن؟ توضیح میدی؟ عرض کنم که در واقع روزی که ما درگیر بیماری همسر جوانشون بودیم که ایشون متولد 60 بودن، بسیار جوان بودن، و یک بار بعد از فرمانده ایشون خیلی به لحاظ روانی تحت فشار قرار گرفتن و جگرخون شده بودن، بسیار غم می‌خوردن، هرچی توصیه می‌کردیم آرام‌تر باشن ایشون طاقت نیاورد و دچار یک مشکلاتی شد که با توجه به تلاشی که کردیم، حتی روز شنبه 11 فروردین بلیط‌های
ایشون رو، همسر فرمانده رو به همراه 3 تن دیگه، مادرشون، 2 تا دختراشون، من تهیه کردم و هنوز بلیتاشون رو دست من موند که بامداد در واقع سحر روز شنبه 11 فروردین ایشون از دست رفتن. و بچه ها طبیعی بود که اینجا تنها بودن، فرزندان ذکور ارشدش نمیتونن توی کابل. اینجا منظورتون هم ماهدشت کرج؟ بله، محمد شهر، در یک خانه کوچک 85 متری مسکن مهر کوچکی در حاشیه دور کرج، یکم دورتر از محمد شهر، جنوب اون منطقه، دور هم جمع شده بودن. اونا فرمانده هایی بودن که خانواده و زندگی نداشتن، سحری بخورن، به خانواده ای وارد شدن، خب خانواده رامش اونجا بودن، بقیه بودن، گفتن سحری هم بمانید. سحریشون رو که خوردن، یعنی فاتحه و اینا بود، حدود سحری هم که خوردن، خب دیر وقت بود دیگه، ساعت ما اقرار میکنیم 3 صبح بود. 2 تن از این دوستان، 3 تن ببخشید، 3 تن سوار اسنپ میشن که برن به خانه خودشون. این 2 تن، یکی به نام در واقع اولیا خان بود، دیگری خیرالله بود، یه نفر دیگه هم بوده که موفق میشه فرار کنه، یعنی اطلاعات دسترسی داریم ما. اینا همه نظامی بودن و این فرار رو به دلیل اینکه مدرک نداشتن و مواجه با این مسئله بودن، هر جا بدون مدرک گیر بیان خب گوش نمیدن، رد مرز میکنن. شما خودتون گرفتاری‌های زیادی داشتید. من یه توضیح بدم، من اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بکنید. ظاهرا اینها وقتی میخواستن برن از اونجا درخواست اسنپ میکنن، سوار میشن، توی اسنپ از خاطرات افغانستان و جنگ و این چیزا میگن، یه ریش اساسی هم که خوب اینا معمولا دارن. راننده اسنپ وحشت زده شده، ظاهرا زنگ میزنه به پلیس، این مسائل چوبه ها رو اینا اتفاق افتاده بوده، پلیس میاد که اینها رو بگیره. این 2 تا از اینا که سوار اسنپ بودن مدرک اقامت نداشتن، وحشت زده میشن، فرار میکنن، پلیس به طرف اینا تیراندازی میکنه که مجروح میشه. درست میگم دیگه؟ ادامه بدید. عذرخواهی میکنم، روزی که این اتفاق افتاد هنوز حادثه تروریستی جیش و ظلم در چابهار اتفاق نیفتاده بود. روز در واقع 3 شنبه میشه، یعنی بامداد 4 شنبه این اتفاق افتاده. وقتی که سوار اسنپ میشن، به اسنپ میگن بعضی که گفتم اتفاق میفته دیگه، یعنی راننده اسنپ این تردید رو میکنه، راننده اسنپ رو میگن شما با سرعت برو، چون که باید برو، اینا دزدن، شاید مأمور نباشن. راننده اسنپ تبعیت میکنه، سرعتش رو کمی افزایش میده، دور میشه. اونا تیراندازی هشدارم دادن، بعد تیراندازی میکنن. تیراندازی که میکنن، بعد از اینکه این اتفاق افتاده، ماشین پنچر میشه، اون دوتا زخمی میشن، بعد و یک نفرشون فرار میکنه. بعد از اون راننده اسنپ که دستگیر میشه، پس از اون گفتن خب آقا اینا کی بودن، از کجا سوار کردی؟ بعد البته اینا مربوط به ادامه بعد در قرارگاه و در ایناست، میگه که من شنیدم که اینا میگفتن عید فطر قربانی. خب این عید فطر و قربانی، شما میدونید که عید فطر و عید قربان برای این دوستان ما خیلی با ارزشه و اگر نان شب نداشته باشن، در ته 1 ماه جمع میکنن که حتما قربانی رو داشته باشن، 1 ماه روزه گرفتن، این گوشت رو بخورن. برای تعبیر سو میشه از این ماجرا و سبب میشه که حالا بعد از این وقتی راننده اسنپ این اتفاق میفته، اینا میگن خب از کجا، از کدام خانه شما اومدید؟ میان آدرس خانه رامش رو میدن. اونجا که میان میبینن بله، این بچه ها هستن. رامش و همراه با بچه های دیگه و بستگان نزدیک و همرزمان نزدیک فرمانده خیرخواه رو، کلگی رو، همگی رو بر میدارن میبرن. خیلی عجیب بوده که نیروی زیادی هم اونجا وارد شده، همه رو میبرن. رامش که یکی از پسرهای خیرخواه، به اتفاق چند تا پسر دیگه شون و یه تعداد از مهمانانشون، اینا رو دستگیر میکنم میبرن کلانتری. من توضیح بدم، به حالت خودتون میدونید رامش در واقع فرمانده خیرخواه پدر ناتنیشونه. ایشون از یتیمای عادل اندرابی نگهداری میکرده، از همسر، یعنی فرزندان همسرشون هستش و همیشه دست نوازش رو سرشون میکشیده، کنارشون بوده. حتی رامش در خیلی از چیزهای امنیه حضور داشته، وظیفه داشته، کار میکرده. اما رامش در زمان جمهوریت، دوره جمهوریت، مزنون میشه به
اینکه با داعش همکاری داشته. یعنی گزارشی مبنی بر این میرسه که این شکلی بوده. در اینجوری که ما مطلع شدیم، یعنی از منابع موثق نظامی و خودتونم در جریان قرار گرفتید، میگن در مدت زمان کوتاهی، حالا من زمانشو به خاطر ندارم، فراموش کردم، خیلی کوتاه سوال و جواب میشه و ایشون رو میگن حتی عذرخواهی میکنن، بعد به یک جایی هم میگمارن. تصور ما این باشه که حتی رامش، چون من رامش رو دو بار دیدم، اما این فرمانده ها، این بستگان آقای خیرخواه رو میتونم بگم در واقع من باشون زندگی کردم، از نزدیک میشناسمشون. مثل اینکه مثلا شما بگی آقای جعفریان یک ام داعش، با این لفظم شما میگید فتحه عین رو، و این مثلا بگید آقای جعفریان از توش مثلا با داعش همکاری، اصلا یه همچی چیزی به مخیله هیچ کسی، همه میخندن، یه همچی چیزی نیست. من درباره آقای رامش عادل اندرابی، همون محمد زاکر، من الان حالا فرض و محال رو بر این بذاریم که ایشون اصلا داعش باشه، همکاری با داعش داشته، اما درباره این 8 تن به زرس قاطع اینجا با هر، من به پلیس امنیت هم گفتم هر گونه ضمانتی بنده شخصا وجود حقیری هست، یعنی اینقدر آدم با ارزشی هم نیستم، ولی بر سر اعتقادم میستم و حقیقت رو جار میزنم، با صدای بلند از این 8 تن دفاع میکنم. این 8 تن چه کسانی هستن؟ 3 تنشون که فقط دائم کتاب تو دستشون درس میخونن، فقط چیز نوشتن میکنن، درس میخونن، مطالعه میکنن، اهل علم هستن، اونا که اصلا قدسی هن، یعنی من میپرستمشون. چند تن دیگه اگر الان وقتم تمام شده بفرمایید که در بخش دوم، یا اگر میخواین ادامه بدم ادامه بدم، در خدمتتون باشم. من یه توضیح میدم شما ادامه بدید. ببینید دوستان، در مورد آقای محمد زاکر که فرمودن خانم خاوری، یک چیز رو در نظر داشته باشید، کسانی که دوره جمهوریت رو آنالیز کرده باشن و مانیتورینگ کرده باشن، هر چند مدتی غنی با هر کی در میافتاد و مشکل داشت، اونو متهم میکرد که یا تو رشوه گرفتی، یا میگفت تو توی مواد مخدر دست داری، یا متهمش میکردن به همکاری و داعش، میومدن اونو میگرفتن، یه باجی ازش میگرفتن، یه تعهدی میگرفتن، میترسوندن طرفو، بعد ولش میکردن. این آقای رامش همچین بلایی سرش میاد، یادتونم باشه دارین درباره فرزند، اگرچه ناتنی، فرزند آقای خیرخواه و برادر پسرهاش صحبت میکنن، میان ایشون رو میگیرن چند ساعتی و بعدم باز همینطور روزخواهی میکنن، رها میکنن. بعد از این اتفاق ایشون در همون دولت آقای غنی دوباره کلی سمت میگیره، یعنی باز در چندین استان ایشون میره مسئول بخش مبارزه با مواد مخدر میشه، سمت میگیره، و بعد در ماجرای مقاومت دوم میاد در کنار پدرش میجنگه در دره اندراب، در ماجرای فتح شهرستان پل حساب قماندان رامش که چهرهای اصلیه که طالبان پس میزنه و میگیرن شهرستان پل حساب. حالا این یه نکته، اینو در ذهن داشته باشی. 8 نفر دیگه که دارن خانم خاوری ازش صحبت میکنن، 2 تا از پسرهای دیگه شهید خیرخواه، یکی از در واقع فرزند شهید قاضی، رامین، کبار، بچه‌هایی که اونجا بودن و که همشون ما میشناسیم همینطور که ایشون میگه، و یکی از اونا که اصلا زیر سن قانونیه، یعنی فکر کنم 15-16 سالشه، اینا 2-3 تاشون دانشجوان همینطور که ایشون میگه، اهل تحصیل و درس خوندن و این چیزا، و بقیه هم چهره‌های شناخته شدن، مثلا برای جمهوری اسلامی چهره‌های شناخته شدن. برای همین هم خیلی از خبرگزاری‌ها نوشتن که تعدادی از فرماندهان ارشد مقاومت دستگیر شدن به اینجا. این 8 نفر، این عدد 8 که داره خانم خاوری میگه، اون 8 نفر رو میگه. بزا در مورد شهید، در مورد محمد زاکر یا رامش که حالا میگن این سرکرده داعش بوده و فلان، اینو در نظر داشته باشیم. ما همین امروز با آقای سراج که اون موقع رئیس امنیت ملی افغانستان بود، با ایشون در تماس شدیم. حالا آقای مدبر که بیان این توضیح میده، ایشون گفت آقا هر مقام جمهوری اسلامی میخواد با من تماس بگیرم. من اون موقع رئیس امنیت ملی بودم که ایشون دستگیر شده، تا من توضیح بدم که این ماجرا جعلی بوده. حالا چرا موضوع رو داریم اینقدر توضیح میدیم؟ چون تمام استنادات دوستان به همین عکس بوده، به خاطر که گوشی های اینا خونه رو گشتن، دار و ندار همین یه عکس بوده که آقا این یه عکس ازش هست. اون لحظه‌ای که میره پلیس امنیت آقای غنی اینا رو میگیره، یه پاکت تو کلاشون کرده بودن که این عکس اونجا پیدا میشه،
میگن اینا عضو داعش بودن. بفرمایید خانم مقابل بگید. این اعضایی که به هر حال من واقعا از نزدیک باشون آشنایی دارم، یه موردش رو خدمتشون عرض کنم. مثلا شهید قاضی، ایشون از وفادارترین نیروهای فرمانده خیرخواه بودن که تا آخرین نفس شب همون 5 دی ماه اون سال، یعنی سال 401 بود در واقع، درسته 5 دی ماه، اون شب به طرز خیلی دردناکی ایشون به شهادت میرسن و کسی بود که سالها توی بغلان تو جاهای مختلف سمت داشت و وفاداریش برای همه ثابت شده بود. بسیار یعنی آدم ضد طالب و ضد داعش بود، این برای تمام مردم افغانستان روشن و آشکاره. بعد کی الان اینجا؟ یکی از پسران آقای شهید قاضی به نام رامین قاضی، که خیلی پسر نازنینیه، ایشونم فوق‌العاده است. اصلا من نمیدونم واقعا چه شخصیت‌های اینا تربیت کردن، بسیار بچه خاصی این رامین. بعد یک کسی دیگه هست به نام توفیق فرهنگ، که توفیق فرهنگ توی سوپرمارکتی پایین 8-9 تومن اونجا بهش میدن، از صبح میره تا 12 شب، رأس 12 اومد اونجا. ایشون در واقع داماد رامش میشه و شوهر در واقع خواهر رامش میشه. اینا دو تن بودن که فرزندان عادل بودن در واقع. ایشون داماد در واقع این خانواده بودن. توفیق که میاد لباسش عوض میکنه، میگه کالایش عوض کرد رفت طبقه 2، اینم مثلا بردن دستگیر کردن. یه کسی دیگه حضرت شاهه که دایی این بچه های فرمانده خیرخواه حساب میشن. داییشون که بسیار شخصیت آرام، متین، صبور، یعنی جورها کشیدن توی ایران ولی با سرسختی کار میکنن. ایشون عالی رتبه نظام بودن در جمهوریت، از عالی رتبه های نظام بودن و مقاومت هم در برابر طالب کردن. ایشون الان بندی هستن، یکی از اونا هستن. و علاوه بر این کبار و جناب آقای جعفریان، خاطرتون هست که در حدود الان تاریخشو نمیدونم ولی نیمه شعبان بود که به من خبر دادن، خانواده خیرخواه تماس گرفتن گفتن که کبار دستگیر شده. خب من کبار رو میشناختم. کبار کنار فرمانده خیرخواه به طرز عجیبی شگفت‌انگیزی نجات پیدا کرده. 7 مرمی، 7 گلوله در جانش است. 7 بود البته. بعد این طالب میاد از بالا توی ارتفاع میگه این همش داشتم با خودم ذکر میخوندم، این پایین میگفتم من که دارم میمیرم، اشهدم رو میگفتم. بعد طالب عجیب بود، منو نمیدید. تو بالا از بالای تخت سنگینم کنار یه درختی افتاده بوده که بعد میبرن تیرا رو از جانش در میارن، از وجودش در میارن محله پایین اندراب میانن بعد از اینکه جنگ و خونریزی تمام میشه، اینو نجات میدن. 7 گلوله در بدن داشته. بعد ایشون کارگر ساختمانیه توی یکی از این پروژه های ساختمانی حاشیه شهر محمدشهر که الان از کارش عقب مونده چون هر روز سر کاره. بعد مسن هم هست، سنش هم بالاست و همین کبارم یه همچی کسیه که بعد ما این کبار رو در واقع دستگیر شده بود در استان مرکزی وقتی که 7 ماه پنهان بوده در افغانستان، به طرز خیلی مخفیانه خودش رو به ایران میرسونه. حالا نمیدونم به چه طریق به استان مرکزی راه پیدا کرده بود. اونجا زندان میشه در نیمه شعبان که من رفتم خدمت، حالا آقای دکتر توکلی راضی باشن، خدمت ایشون رفتم. اولا من روزه فرمانده خیرخواه رو براشون تعریف کردم و ایشون به پهنای صورت اشک ریختن و بعد گفتم این کبار همرزم ایشون بوده. ایشون جلوی من زنگ زدن بارها به اشخاص مختلف، به معاون وزیر کشور و تماس گرفتن در نهایت با استاندار مرکزی و ایشون رو بعد از 48 ساعت که بازجویی کردن، بررسی های لازم رو انجام دادن، ایشون رو آزاد کردن. بهش هم گفتن تو هیچ خوف و حراسی نداشته باش، ما مدارک اقامتت رو هم درست میکنیم. ولی متاسفانه برادران بدقولی کردن و مدارک هم بهشون ندادن. ایشون هم کسی بوده که تو مجلس خط برای حضور داشته، جزء بندیانه. بیایم سر بحث این که خب پس دوستان تا اینجا متوجه شدید اینا در یک مادر یه هفته قبل فوت میشه، پدر که سال قبل شهید میشه، مادر یه هفته قبل فوت میشه، بچه ها مجلس خط میگیرن. دوستان افغانستانی خب روز که روزه بوده، بعد از افطار می اومدن 2-3 شب تسلیتی بگن برن. یکی از این شبها که تا دیر وقت موندنشون که
چلی بوده، سه تا از اینا با اسنپ میرن که ماجرا توضیح دادن ایشون چه اتفاقی میفته. اونا که دستگیر میشن میگن کجا بودیم، میگن فلان جا دستگیر بودیم، میریزن تو خونه و تمام این دوستانی که نام بردن ایشون، بستگان شهید خیرپا و فرزندانشون اونجا دستگیر میشن که هیچ کدومشون موردی ندارن جز همین شهید، میگم شهید انشالله خدا صد سالش کنه، همین جناب رامش که محمد به نام محمد زاکر گفته شده، اینا به خاطر یک عکس. خب شما توضیح بدید رفتید کرد چه اتفاقی افتاد اونجا، دوستان نیروتزیم چطور برخورد کردن، گفتید جنرال سریخ خیلی محبت کرده همکاری کرده، یه توضیح بدید. آقای دوست عزیزمون جناب آقای مشکورم اضافه شدن، تو بعد از صحبت شما آقای مشکورم اضافه کنم در خدمت ایشون باشم. من صبح زود روز در واقع صبح چهارشنبه رفتم، اول خب ما نمیدونستیم اصلا این دوستان لطفی که کرده بودن، خب هیچ جا نگفته بودن که کجا میبرن، اصلا ما کجا دنبالشون بگردیم. یه سرگردانی عجیبی رو من تجربه کردم. اول رفتم کلانتری 25 محمدشهر، گفتن فقط ما اینجا سه تا معتاد داریم، ما نداریم همچی کسی. بعد دوباره رفتم میدون استاندارد، گفتن اینجا مقر فرماندهیه، شما باید برید اردوگاه. دو روز پیاپی من پشت درهای بلند و دیوارهای بلند اردوگاه بودم، یه ارشدی از اونجا اومد بیرون سوار اسنپ، بهشونم اسنپ گرفته بود، گفتم که جناب فرمانده شما قطعا مطلع هستید این دوستان ما کجا هستن، اتفاقا میشناختشون. گفت هیچ کاری ندارن، اونا رو میگه تو مجلس ختم بودن، همین امروز عصر آزاد میشن، یعنی روز چهارشنبه بعد از ظهر. ما بعد از ظهر من وایسادم دم در اردوگاه تا ساعت 8 شب. آخرین گروهی که اونجا از در اردوگاه رفت یه سری پسر بچه کم سن و سال بودن، یه آدمایی بودن 7 نفره، اونا رو بردن. یه اتوبوس هم ساعت 6 بعد از ظهر که 7th اتوبوس بود از اونجا رفت، اما هیچ خبری نشد. من ناامید برگشتم دوباره صبح روز پنجشنبه ادامه دادم که اینجا با ارتباط خیلی صحبت‌های زد و نقیزی رد و بدل شده که میگفت رد مرز شده که اونجا. من خیلی متاثر شدم، اصلا عنان اختیار از کفم رو بیده شد، خیلی بد بود، شرایط سنگینی بود. بعد نهایتا به اینجا رسید که فرمانده، یعنی در واقع جنرال صاحب، جنرال اکرام الدین سری، ایشون که یعنی من اونجا هم که بودم تو اردوگاه فکر میکردم بچه ها اردوگاه هستن، سربازای اردوگاه میگفتن خانم فقط تو برو دنبال اون جنرال افغانستانی، فقط اون میتونه آزاد کنه، هیچ کس دیگه کاری نمیتونه بکنه. هرچی اسمای مختلف میآوردم، گفتم فلانی زنگ زده به این، گفتم فقط ایشون. بعد گفتم شما فلان جنرال رو میگید، اسم جنرالای مختلفو بردم، گفتن که این آقای سری، عکسشو به من نشان بدید. من گوگل سرچ کردم، گفتم بله خودشه، ما میشناسیم ایشونو، همیشه میاد اردوگاه. بعد ایشون خیلی کمک کردن، من تونستم حوالی ظهر ایشون رو پیدا کنم، تماس گرفتم با یکی از این سرهنگای مقام مسئول، من رفتم اونجا صحبت کردم. اونا هم خیلی اولا با روی خوش بسیار خوب برخورد کردن و گفتن که ما قصد مساعدت داریم، همیشه کمککار نظامی ها بودیم، نظامی ها رو حمایت میکنیم، ما میدونیم در چه شرایط سختی به هر حال در حال حاضر زندگی میکنن، تا دستمون برسه اجازه داشته باشیم و مجوز داشته باشیم ما سعی میکنیم حمایت کنیم. خیلی خوب برخورد کردن و نهایتا گفتن که ما تحقیقاتمون رو انجام بدیم آزاد میشن. حتی روز جمعه خود جنرال سری باز حضوری رفته، چند تن از مقامات و جاهای دیگه دیده، همه قول همکاری دادن. صبح امروز، یعنی اول صبح که من رفتم محمدشهر، دوباره رفتم پلیس امنیت، اونجا یه قرار مفصلی داشتیم، گفتگو کردیم که اونجا اطلاعات کامل منو با جزئیات، خونه، پلاک، واحد، طبقه، همه رو با تلفن‌ها همه رو پرسیدم، من در اختیارشون گذاشتم، ولی گفتم ما هول و هراس به ما ندید، یه دفعه بریزین خونه ما، به من مطلع کنید، بعد تشریف بیارید یا بگید من بیام خدمتتون. گفت اختیار دارید، ما فقط آدرس و اطلاعاتتون رو باید داشته باشیم. من همه رو در اختیارشون قرار دادم. جان خاوری، وقتی میبینن یه نفر ایرانی علاقه من به مسائل مهاجرین افغانستان هست، من تعجب میکنم و سوال میشه براشون، خود دوستان تردیدهایی بعضی وقتا براشون ایجاد میشه، از جهاتی هم حق دارن، منم با این وضع مواجه شدم، ولی یعنی طور که گفتی عمدتا برخورد مناسبی دارم و درک میکنم وضعیت این دوستان رو. ادامه بدید. اصلا این موضوعی که
آقای مشکور، من شما رو اضافه میکنم. آقای مدبر، شما خواهش میکنم درخواست بدید، شما رو اضافه میکنم، بعد در خدمتتون خواهیم بود. شما خانم خاوری، بعد که صحبتتون تموم شد، اگر دلخواهتون بود که به ما ادامه بدید، اگر اینترنتتون قطع داد باز اگر سوالی بود برگردیم بهتون، اگر نه که باز توی خونه کاری بود ترجیح میدادید در واقع ادامه ندید که میتونید خارج بشید از لایو. اما که فرمودید که به هر حال شگفت آوره برای همه که چرا دوم من که متهم به این که هستم که پیسه بگیر احمد مسعود هستم، منم از اینا به هر حال پیسه پول میگیرم از جای مختلف و البته خوشحالم، یه توفیقی، من احساس خرسندی میکنم. اصلا این چالش ها نباشه، من زندگی آرام و به هر حال یه مقدار برای من کسالت آور و ملال آور میشه. دوست دارم این فضاها رو، مضاف بر این که خب خیلی درد و رنج داره، خیلی یعنی واقعا از طاقت آدم خارج میشه گاهی اوقات این مسائل، ولی به هر حال علم حق برپاست و همچنان برافراشته است. ما سعی میکنیم دنباله حقیقت رو بگیریم. دوستان اگر حقایقی دارن، کاش آشکارا مستنداتشون رو در اختیار افکار عمومی قرار بدن، همچنان که آقای منتظر المهدی اینجوری به هر حال نائره بزرگ در میدن و فریاد برمی آورن که این همه داعش رو دستگیر کردن. مستنداتی هم اون چی که به هر حال میشه قابلیت نشر داره در اختیار قرار بدن که کدام گروه، کدام مشخصه، با کدام طیف، با کدام نام ها در ارتباط بودن، کدام سردسته، البته رامش رو که سرکرده داعش معرفی کردن. من واقعا شگفت زده شدم، اما در خصوص این بچه ها همچنان اصرار میکنم و با قاطعیت از این بچه ها حمایت میکنم. هر جا صحبتی باشه، هر جا من در خدمت گذاری حاضرم و فریاد میکنم این حقیقت رو که این بچه ها به طور کامل در حادثه تروریستی کرمان، جناب آقای جعفریان، نمیدونید این بچه ها مثل سپند روی آتش شده بودن و فریاد میکردن که کاش جمهوری اسلامی یک اقدامی بکنه، کاش یک کاری بکنه، فاطمیون رو بیاره، ماها رو جمع کنه، اون رو جمع کنه. به خدا قسم اینها، ببینید من حتی جناب آقای مشکور، من سلام عرض میکنم، من مثل خیلی از شهروندان ایرانی انتقادهایی دارم، حتی با جناب آقای مشکورم یه بار جنجالی به پا شد. من انتقاداتمو میگم، انتقادات خردی هستش که به هر حال وارده. ما این صحبت ها رو میکردیم، این بچه ها و این همرزمان جناب فرمانده خیرخواه، شما نمیدونید که چقدر با صدای بلند به من فریاد میزدن، میگفتن تو در خطایی، اشتباه میکنی، این جمهوری اسلامی بوده که در قبال مستکبران و ابرقدرتان آمریکا و اسرائیل ایستادگی کرده، این قدرت خیلی بزرگیه و شما باید اینو ارج گذاری کنید. همین بچه‌ها که الان متهم به داعش هست. بله، پس اگه بخوایم نتیجه گیری بکنیم، فکر میکنم اینطوری بخوایم بحثو تموم بکنیم با شما که تا بعد از اینکه حالا باز نوبت دیگه برگردیم بهتون، شما خوشبینین، فکر میکنین یک سوء تفاهمی شده، برخوردم همینطور که گفتید اونجا مناسب بوده، امیدوار هستید که درست بشه موضوع. حالا فکر میکنم آقای منتظر المهدی هم شاید اطلاعات غلط بهشون رسیده، شاید فرصت باشه حالا به اسناد بهشون داده بشه، چون همینطور که گفتم تا جایی که من فهمیدم تمام مستندات به یک عکس برمیگرده و نتیجه بیشتری توضیحات اون عکس رو هم دادم بالاتر از مقام آقای سراج کسی نیست، مقام امنیتی که ایشان گفته بود هر تماسی بکن بگیرن تا من توضیح بدم قصه و ماجرا چه بوده. آقای مدبر عزیز، اگه صدای منو میشنوید، امیدوارم شما تو همین لایو باشید، من درخواستتون رو نمیبینم، درخواست بدید تا شما رو هم اضافه بکنم، اگر نه من از یک طریق دیگه میتونم این کارو بکنم. من تلفن اینترنت دیگه سرور داشتم، میتونستم جداگانه بس بشم، متاسفانه این لحظه الان قطع شد، از این اتفاقات توی برنامه زنده میفته، لذا نمیتونم باهاتون ارتباط بگیرم، پیامتون رو نمیبینم. اینجا درخواست بدید بتونم اضافتون بکنم. استاد بزرگوار من حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای شیخ مشکور کابولی، عضو ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، خوش آمدید به لایو. ما طبق معمول با هر روز خواهش کردیم شما آماده بودید و همراهی کردید با ما، در خدمت هستیم. سلام علیکم، بفرمایید تا من بپرسم اولین سوال. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام خدمت شما و بانوی مبارز و گرانقدر خانم خاوری و همه بینندگان عزیز شما. امیدوارم
روزه و نمازهای همه عزیزان در ایران، افغانستان، در هر جایی که هستند مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشالله، و پیشاپیش عید سعید فطر را خدمت همه شما انشالله تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این عید فطر خداوند متعال به بازوان پرتوان مقاومتگرای ما در افغانستان و تمامی جبهه ضد تروریسم مقاومت علیه تروریسم شیطانی انشالله به پیروزی های جدید دست پیدا بکنن. در خدمت شما هستم استاد جعفریان عزیز. زنده باشید آیه مشکور عزیز. ما میدونیم که به هر حال یک اختلاف نظرهایی نسبت به حاکمیتی که در کابل هست توی مسئولین ایرانی وجود داره. کشمکش ها رو ازش اطلاع داریم، از اختلاف نظرها آگاهیم. این موضوعی که در واقع اخیراً رخ داده خیلی ها دارن بول میدن به این سمت که آره یک عده‌ای نمیدونم اطلاعات طالب بهشون داده و اونا اومدن اینها رو عمدن به دستور طالب دستگیر کردن، یه جور دارن آب و گلالود میکنن، در حالی که خود من و شما که اتفاقات اینجوری رو دارن زیاد دیدیم میتونیم بفهمیم که ماجرا ممکنه چطور بوده باشه و چقدر ساده بوده باشه. البته یک ماجرای مثل ماجرای قاریسا از یه طرف پیش میاد که خود شما یه شب اومدید و کاملا موضوع رو موشکافی کردید، جایی که واقعا طالب دخالت داشت و در آستانه یک رفتار تروریستی بود که یک پاچخچی دیگر رو اتفاقش رو در ایران این دفعه رقم بزنن، هیچ کسی هیچ کاری نکرد. اینجا الان بچه هایی که گذشتهشون معلومه، سرنوشتشون معلومه، چرا این اتفاق افتاده؟ آقای مشکور موضع جبهه چیه؟ آیا دلیلش این نیست که فعالیت شما در ایران ممنوعه؟ شاید اگر نماینده می داشتید، اگر مرکزیتی می بود، به هر حال مراجعه می شد، دولت ایران مطلع می شد که اینا کیان چیان. به سادگی این اتفاق نمی افتاد که حالا خبر پخش بشه، حالا بیا درستش بکن، تصحیح کن خبر. در خدمتتون بفرمایید. آقای مدبر من شما را اضافه می کنم، درخواستتون گرفتم. استاد مشکور بفرمایید. جناب استاد جعفریان، بانوی گرامی، خانم خاوری، بینندگان عزیز، آنچه که من در این داستان ورود پیدا کردم از صبح تا حالا و تکمله مباحث به شکل بسیار دقیق و بسیار انسانی و خیلی خودمانی بانو خاوری تبیین کردن، من واقعا بدون اینکه بزرگنمایی کنم احساس میکنم که این قضیه کاملا یک قضیه طبیعی بوده. یعنی کسی که نیروی انتظامی را، پلیس آلمان را، پلیس آمریکا را و بالاخره کانتکس فعلی رو، یعنی الان زمینه‌ای که الان ایجاد شده، مثلا در همین هفته داعش در 3 شهر جمهوری اسلامی ایران حمله کرده، داعشی که تحت حمایت طالبان است و جیش العدلی که تحت حمایت طالبان است حمله کرده، احساس میکنم که این قضیه رو باید خیلی عاقلانه و خیلی منطقی باهاش برخورد کنیم و تبیین کنیم. به نظر من چند بُعد داری داستان. یک مرحله که اون راننده شریف ایرانی که گفتگوهایی رو در داخل ماشین خود میشنود، من احساس میکنم که هر شهروند مسئول باید همون کار رو انجام بده که اون راننده انجام داده، یعنی حرفایی که به ذهنش مشکوک بوده خورده، همون احساس انسانیش، احساس ملیش بهش دستور داده که بلافاصله با نیروی انتظامی تماس بگیره، کاملا معقوله. در آلمان هم که ما هستیم، پیرمردا، پیرزنا هم از این داستان غافل نیستن و لذا امنیت عمومی کشور به همین حضور شهروندان و حساسیت شهروندان نسبت به حوادث و پدیده ها مرتبط هست. و محور دوم، وقتی که سریع نیروی انتظامی وارد شده، طبیعتا باز هم بعد حادثه‌ای که در چابهار و در راست که اون اتفاق افتاده، باید نیرو انتظامی ولو گزارش غلط بهش میرسید باید سریع میرفت. اگه نمیرفت اتفاقی میافتاد نیرو انتظامی ملامت بود. سرعت اقدام نیرو انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنان من باورم کاملا طبیعی بوده، یعنی یک شهروند مسئول خبر داده، نیرو انتظامی بر اساس مسئولیت هایی که براشون تعریف شده حرکت کردن، رفتن به محل حادثه. خب در محل حادثه اونجا اشتباه اتفاق افتاده، تعداد از بچه ها که ظاهرا مدرک اقامتی نداشتن فرار میکنن. حالا چون گزارش داعش بوده، گزارش تروریست بوده، در این مرحله اون پلیس به خودش اجازه داده که مثلا در مرحله تعقیب و فرار شلیک بکنه، اون مربوط به خود سیستم قضایی پلیس بشه. من امونم طبیعی احساس میکنم وقتی اسم داعش رو بگذارم منم اونجا باشم به جای پلیس، در وقت فرار شاید به اصطلاح احساس کنیم داعشی رو باید بگیرمش.
اینا کاملا طبیعی بوده، کاملا طبیعی بوده. وقتی خب مثلا این قسمت داستان رو ما همراه نیروی انتظامی و همراه افکار عمومی ایران بریم، مرحله بعدی که یک سوی تفاهم شده و طالب ها و نیروهای شیطانی میخوان بر ماوی سوار بشن، ما به راحتی میتونیم دوستانم مثل قضیه قاریسا این قضیه رو به اصطلاح مدیریت بکنیم. به این معنا که صحبت هایی که ببینید من از خانم خاوری الان شنیدم، یعنی یک بار، دو بار، سه بار، چندین بار با مسئولین اردوگاه، با مسئولین انتظامی، با مسئولان بخش مختلف صحبت کردن و همه با روی گشاده با این قضیه برخورد کردن و وعده همکاری دادن. به این معنا که نظام جمهوری اسلامی ایران بر از شناختی که ما از کلیت این نظام داریم، از مردمی شریف ایران داریم، از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داریم که در پرتو این داستان‌ها قانونی، انسانی و شرافتمندانه برخورد می‌کنن و طبیعتاً در این مسیر اگر ما اجازه ندیم به اصطلاح که در این قسمت شیطنت ها وارد بشه، خیلی به راحتی قضیه حل میشه و امیدوارم که با پیگیری های افرادی مثل خانم خاوری خیلی راحتی قضیه حل بشه. اما اون نکته‌ای که من میخوام بگم، چون شما اسم از آقای قاریسا بردید، ببینید جناب آقای استاد جعفریان، خانم خاوری، بینندگان عزیز، همشهری ها، هم نوعان عزیز در ایران، در افغانستان، ما با یک پدیده شیطانی بسیار بسیار خطرناک به نام طالب، داعش، القاعده در جغرافیا افغانستان مواجه شدیم که متاسفانه در این مرحله داعش، طالب، القاعده و سایر گروه های تروریستی به دانش‌های مختلف، به تکنیک‌های مختلف، خصوصا در حوزه جنگ روانی مسلط شدن و آشنا شدن و خصوصا در عرصه رسانه، برخلاف که ما مثلا ما مقاومتی ها به دلیل که دست ما خالی است، به دلیل که ما مشکلات میدانی داریم، مشکلات دیپلماسی داریم، برعکسش طالب ها، داعشی ها، القاعده و توریست ها این مرحله در رسانه خیلی قوی هستند. در همون مرحله داستان های قاریسا اگر شما یادتان باشه، یکی از شایعاتی که دستگاه طالبان و همراهانشان در این طرف ایران و افغانستان مطرح کردن که چرا بنده خدا دستگیر شده، گفتن چون داشته با داعش از داخل ایران نیرو جمع میکرده. ببینید حتی به پشتون‌ها هم رحم نمی‌کنن. این که تیغ تیز جنگ روانی دشمنان مقاومت، دشمنان دو ملت و کشور ایران و افغانستان می‌خواهد دائما با این جنگ روانی که گاهی تاجیکستان را متهم بکنه که تاجیکستان و افراد تاجیک در فلانجا، در فلانجا، در فلانجا اینها با داعش ارتباط دارن، در حالی که تاجیکستانی که من دیدم، یعنی امام علی رحمانی که من دیدم از نزدیک، در این داستان چقدر زلال و چقدر شفاف و چقدر قوی در برابر تروریسم ساده هستن و مبرا هستن از مسئله تروریسم و ویژه از مسئله داعش. همچنان تلاش میکنن مقاومتی ها رو مثلا متاسفانه اصفای میکنم صحبتتون فراموش نکنید توی صحبتتون اومدم محض در واقع تفنن ادخال صنوفی قلب مومن. یک نکته ای که آقای مشکور همینطور که درباره عالی جناب فرمودید، آقای امام علی رحمان، بخش رسانه این دستگاه های ممالک مثل ایران و تاجیکستان کارش رو درست انجام نمیده. آقای مشکور، در مورد تاجیکستان شما میدونید اگر در 3 ژانویه یا 4 ژانویه اون اتفاق افتاد در کرمان، 2 روز بعدش در کولاب رئیس حزب خلق دموکرات تاجیکستان که حزب حاکم هست توسط داعش زده شد که این جان سالم به در آورد، سوخت و مجروح شد ولی جان سالم به در آورد. اون موقع اینا نه اعلام نکردن که آقا اومده اینجا داعش عملیات کرد، پوشوندن با این تصور که زود خبرها رو ریز میکنن دیگه، یا معکوسش رو میگن یا اصلا منتظر نمیشن خبر درست بشینه بعد نتیجه رو بگن، یا اینکه مخفی میکنن اصلا خبر منتشر نمیکنه. مثل خبر کرمان یا تونس، اول یه بار گفتن گاز پیکریکی منفجر شده، یه بار گفتن کپسول منتشر شده، یه بار گفتن یکی بوده. اگر همون موقع این کارو میکردن شما متوجه میشد، دنیا متوجه میشد الان تاجیکستان خودش خط مقدم جبهه اول جنگ بود. اصلا یکی از دلایلی که آقای مشکو شما بهتر از من میدونید مجموعه داعش داره انتحاری‌های خودش رو از بین ملیت تاجیک انتخاب میکنه، چون اونا از هر ملیتی انتحاری داره. اگر میاد از بین تاجیک ها انتخاب میکنه، علتش اینه که اونها دنبال بدنام کردن تاجیکستان هستن. دلیلش هم اینه که تاجیکستان
حال داده به بچه های مقاومت، همراهی کرده باهاشون، علی رغم فشاری که طالب آوردن عقب ننشسته، یه جور انتقام پشت پرده دارن از تاجیکستان میگیرن، میخوان به اونجا برسونن افغانستان رو، مردم به این نتیجه برسن آقا هرچی از طالبه. خب تاجیک ها که داعشی در اومده، اینا که به ما کمک نمی کنن، ایران که طرفدار طالبه، ایران که به ما کاری نداره، یک جوری دل مردم رو خالی میکنن. من احساس شخصی اینه، یعنی توطئه جهانی اون نگاهی که سیاست کلی منطقه‌ای باشه اینو به من میگه، نگاهی که در داخل ایران باشه من معتقدم یک سوء تفاهم عجیب و یک رفتار عجولانه در خبررسانی اتفاق افتاده به نیت خبردرمانی، به نتیجه هم این شده که میبین. ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، بفرمایید. ببینید جناب آقای جعفریان عزیز، این که جمهوری اسلامی ایران، ببین من قذر رو کمی جلوتر ببرم، جمهوری اسلامی ایران در خط اول جنگ با داعش و همه تروریست ها بوده، تروریست های شیطانی که توسط کشورهای غربی و بعض کشورهای منطقه حمایت شدن، تنبیل شدن در سوریه، در عراق، در جاهای دیگه. ولی فراموش نکنید که همین دستگاه های جنگ روانی شیاطین جمهوری اسلامی رو بارها در خط خبریشون، در جنگ رسانه‌ایشون حامی داعش اعلام کردن. شما الان بسیار سرچ بکنید، شما هزاران صفحه جعلی ببینید که اونجا میگن که بله مثلا کسی که قاتل داعش بود، کسی که داعش رو دفن کرد در سوریه، سردار دلها سلیمانی عزیز، میگفتن نه این مثلا خودش مثلا اون رو متهم میکردن بگه داعش رو داره تمویل میکنه. این جنگ روانی که جمهوری اسلامی رو متهم بکنه، تاجیکستان رو متهم بکنه، جبهه مقاومت متهم بکنه، فرزندان و خانواده شهدای مقاومت رو که در برابر طالب و داعش و تروریست‌ها مبارزه میکنن، این تازه نیست. شما ببینید در اول انقلاب ایران، خب وقتی مطهری عزیز شهید شد، وقتی مثلا باهنر شهید شد، انگوش اتهام رو به که طرف کیا بردن. ما که از در طول این 40 سال بلد شدیم، میفهمیم که داستان از چی قراره. من اینو میخوام بگم که در اصل داستان که سوی تفاهم پیش آمده کاملا طبیعی بوده، عکس العمل نیروی انتظامی کاملا عادی بوده، مثل این در آلمان ما 10 برابرش رو میدیم، در امریکا که 1000 برابر شما میبینید که شلیک میکنن، کشته میشه، عذرخواهی میکنن، نمیکنن، محکمه میشه، دادگاه میشه، دیه میده، نمیدون، بحثا کار ندارم. در امر امنیت ملی کشور، کشور 90 میلیونی مثل ایران که الان 8 میلیون مهاجر افغانستانی مهمان اونجا هستن و داعشی ها از کرمان تا شیراز تا مشهد تا کرمان و راس قدرت نمایی میکنن به حمایت طالب ها، به حمایت دولت تروریستی طالب ها و حکومت تروریستی طالب ها، طبیعی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خیلی جدی باشه. اینو من میخوام بگم به افکار عمومی ایران، به افکار عمومی افغانستان، که اصل داستان توطئه نیست، اصل داستان پیچیده نیست. فهمش برای کسایی که مسائل منطقه را، مسائل افغانستان و ایران رو میفهمن، کاملا طبیعی هستش. اما اونی که من تقاضا دارم در کنار اون دلواپسی خواهرم خانم خاوری عزیز و تشکر میکنم از جناب استاد جعفریان که امشب در این شب 27 ماه مبارک رمضان این فرصت رو گذاشتن که ما بر اساس مکتبی که داریم، بر اساس تفکری که داریم، طرفدار مظلوم باشیم و در برابر ظالم و ظالم بیستیم. الان احساس میکنیم که در یک سوی تفاهم اگر ورود پیدا نکنیم به چند تا انسان مظلوم، اونم از خانواده شهدا، کسایی که شخصیتی را مثل بزرگوار تصویر شما دارن که باید برعکس شود. اصلاً یه لحظه شما تصویرتون عمودیه، این دوربینو برگردونین تصویر افقی بشه تا بعد از صحبت استاد مشهور در خدمت شما باشید. رفتیشون خارج شدید، ادامه بدید، بفرمایید. اصلاً ما برای که حق مظلومی استیفا بشه امشب کنار هم جمع شدیم تا به مسئولین زیرب اعلان بکنیم که عادلانه، منصفانه، عاقلانه، به دور جو رسانه‌ای که دشمنان مشترک ما و شما ایجاد کردن و ایجاد میکنن اقدام بکنید. انشالله تشویشی که به خانواده های زیادی، تشویشی که الان به خانواده مقاومت ایجاد شده، ببینید اگر خدای نکرده اتفاق بدی بیفته، مثلا رد مرز بشن یا مثلا این اتهامی که با خیلی عجولانه، نمیدونم این خط خبری رو چه کسی، باید بررسی بشه. من فکر کنم که جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، سپاه ایران،
نهادهای امنیتی ایران اونقدر حساسیت دارن نسبت به رسانه و بعد بسای سایبری که چه کسی این خط خبری جعلی رو اونجا مطرح کرد که چند تا مظلوم رو کاملا فاتحه مادر خود رو گرفتن، سالگرد مادر خود رو گرفتن، بالاخره پناه به ایران آوردن. جناب آقای جعفریان، خانم خاوری، بینندگان عزیز، بگذارید من با صداقت به شما یک چیزی بگم. اکثریت نظامیان مستقل و سالم افغانستان میهمان یا به تعبیر پناهنده ایران شدن. مزدوران امریکا با هواپیمای امریکایی و انگلیسی و آلمانی سوار شدن رفتن. اونایی که دوست بودن اکثر، نمیخوام که هر کسی که امریکا رفت دوست باشن توی تفاهم نشه، ولی امریکا اکثر مزدورای خود یا اکثر مزدورای خود برد. ولی کسایی که مزدور امریکا نبودن، نیروهای ملی بودن، نیروهای انسانی بودن، همین تعبیراتی که خانم خاوری بارده خیرخواه خانواده شهید خیرخواه مطرح کردن که جاهایی که شاید مثلا بعضی از ماها در انتقادهای ما یه مقداری تان شده ادبیات ما، اینها مدن از جمهوری اسلامی ایران دفاع کردن، از خط مقاومت دفاع کردن، درست؟ لذا این رو که کاملا من با شما هستم. ولی اجازه بدید من یک نکته مهمتری داشتم که الان چون از منبر پایین شده مستقیما در خدمت شما، اون رو در مرحله بعدی به شما بگم. زنده باشید. شما تعامل بکنید. سوال بعدی من از شما خواهد بود که با این ورود میکنیم، حالا شما هم نکته‌ای داشتید، بفرمایید که درخواست جبهه مقاومت مشخصا الان چی از دولت ایران به عنوان عضو ارشد این جبهه و عضو شورای عالی این جبهه. این توضیحات رو بعد ازتون میپرسم. خانم خاوری، اگر نکته‌ای دارید شما در حد یک دقیقه اضافه بکنید، من آقای مدبر رو بیارم بالا. آقای مدبر، شما درخواستتون بذارید باش. ما فقط گفتیم دوربین رو بچرخونید، شما تصویر خودتون رو میدیدید دیگه، تصویر افقی بود و عمودی بود، بعد افقی میشه. من الان شما رو اضافه میکنم، شما تشریف آوردید بالا. اگه دوستان در حال صحبت بودن، چون من نمیخوام صحبتشون قطع بکنم، شما فقط تصویرتون رو افقی بکنید و بمانید تا نوبت شما بشه، ان شاء الله در خدمتتون باشیم. دوستان، آقای مدبر که یک لحظه اومدن بالا و تصویرشون دیدید، نماینده سابق پارلمان در افغانستان بودن، از اندراب و از خیشاوندان و نزدیکان شهید خیرخواه هستند و مسئول بنیاد خیرخواه در انگلستان. ما زنده در خدمتشون خواهیم بود. نکته هست بفرمایید خانم خاوری. ببخشید، در تایید فرمایشات جناب آقای مشکور کابلی، من عرض کنم خدمتتون که ضرورت داره که جمهوری اسلامی به دلیل انبوه پناهنده هایی که به هر حال سرازیر شدن به سمت کشور ما و مسائلی که در افغانستان وجود داره، شما اطلاع دارید از اینکه حالا مشکلی که پیش نیامده، ببخشید. نه ادامه بدید. در ارتباط با اینکه سربازگیری، عسکرگیری میکنن، داعش در افغانستان عسکرگیری میکنه، در مناطق خاصی کار میکنه، حتی از نیروهای امنیتی که در زندان به سر میبرن روی نیروهای امنیتی کار میکنن و اونا رو تبدیل به بازوهای اجرایی خودشون میکنن، شستشوی مغزیشون میده، پرورششون میده. داعش بیکار و معطل ننشسته، توی افغانستان کار میکنه. خاستگاه تروریست بهتر از من میدونید پاکستان و افغانستان، بیشتر افغانستان. این ضرورت داره و طبیعیه که جمهوری اسلامی سازوکاری در نظر بگیره که بتونه از فیلترهای مختلف این اشخاص رو برها رد کنه، بیرون کنه و آدمهای اینجوری رو شناسایی بکنه. این در هر کشوری باید این اتفاق بیفته. ضرورت امنیتی هستش که باید ملاحظه بشه، در نظر گرفته بشه. اما دوستان آدرس غلط نرن. این حرف ما اینه که این کسایی که من ازشون مخصوصا تاکید روی این 8 نفر دارم، اینها واقعا بعد به مرور زمان، این زمان روز ثابت میکنه، حقایق رو ثابت میکنه برای همه ما. همینجا ما هستیم، روشن میشه، دوباره شما بر میگردید با خود این دوستان، انشاءالله صحبت میکنید، گفتگو میکنید، میبینید که اتفاق. میخوام بگیم آدرس غلط نه، بگن این روند طبیعیه. به قول آقای مشکور کابلی، باید در نظر گرفته ملاحظات، اما این فرار یه چیز خیلی طبیعیه. من فقط داره یک دقیقم تمام میشه. در اردوگاه روز دوم بودم، دیدم که قلبش قوقا شد، فرار داد به خیلی سرصداهای زیاد. یه جوشکاری اونجا بود، 12 سال توی کرج کار میکرد، کارت آمایش داشت، کارتای معتبر داشت، اینو گرفته بودن، این فریاد میزد، ناراحت بود. یک باره دیدم تمام نیروهای امنیتی با ماشین پیاده رو اینا همه، حالا نمیدونم مجاز هستم بگم، همه فرار کردن اومدن بیرون، دور تا دور اردوگاه از یه دیوار کوتاه بغلی این
فرار کرد و تو خیابان بیچاره رو دستگیر. من دنبال اینا میدویدم، داد میزدم نزنینش، ناراحتش چیز، این بیچاره از دست طالب رو میگفتن ساکت باش، کاری نداشته باش به این کارا. و فرار یه چیز کار خودش هم خراب کرد، کار خودش هم خراب کرد، چون اگر بررسی میشد کارتش رو میدیدن آزاد میشد، ولی جلوی چشمای ما رد مرز شد، رفت. و فرار متاسفانه یک تاکتیک بسیار بد و ناپسندیه که اینا از ترس و یه مقدارش طبیعی از حراسی که دارن باعث میشه که فرار کنن. و بعدم دیدن که هیچ کس نیست. من فقط اینم در خاطره بگم که سراغ مجروحا رفتم بیمارستان شریعتی محمدشهر، اونجا از من اطلاعات خواستن که من کی هستم، چرا دنبال این مجروحا هستم، دنبال اولیا خان و این خیرالله بودم. و گفتن که مداوا شدن تا حدی و اعزام شدن یه جای دیگه. یعنی اینم رد مجروحا که بعضی اومده بودن توی دایره سوال کردن از مجروحا خبر دارید. اینا آخرین اطلاعاتم توی بیمارستان شریعتی بودن، بعدم اعزام شدن جای دیگه ای که شاید برای تکمیل اطلاعات باهاشون گفتگو میکنم. من مزاحمتون نمیشم. به جناب آقای دکتر نسیم مدبر هم سلام عرض میکنم و متعاقبا خدا نگهدار میگم اگر که مزاحم هستم یا اگر باعث چیزم یا اگه کاری ندارید من رفع زحمت میکنم. زنده باشید شما. من پیشنهاد میکنم که دوربین رو قطع کنید که اگه بچه میاد میره صدا و تصویر رو قطع کنید باشید بشنوید، اگه لازم شد باز دوباره صداتون میکنید. بله بسیار زنده باشید آقای مدبر، بسیار خوش اومدید. دوستان عزیزی که ما در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد نسیم مدبر از نمایندگان سابق پارلمان افغانستان هستند. ایشان از نزدیکان خانواده خیرخواه هستند، خویشاوندی نزدیک دارن با خانواده شهید خیرخواه، در جریان این پرونده بودن. اگر اشتباه نکنم چند دقیقه پیش هم در بی بی سی من همین لحظه هم صحبت میکردم، کنترل میکردم، با بی بی سی هم داشتن صحبت میکردن با همین موضوع. یه توضیح مختصری های مدبر خانم خاوری دادن، من اگر بخوام خلاصش خیلی سریع بگم که دوستانی هم تازه اضافه شدن در جریان قرار بگیرن. عزیزان من، این دوستانی که گفته میشه به عنوان داعش گرفته شدن، عزیز ما و هم جناب آقای مشکور، حالا آقای مدبر هم توضیح میدن، خانم خاوری هم اینطوری توضیح دادن. شهید خیرخواه که بر همتون معلومه کی بوده، ایشون که سال 1401 در دی ماه شهید میشن با 13-14 تا از همراهاشون در اندراب. یک هفته قبل خانم شهید خیرخواه مادر بچه ها در کابل فوت میشه، مجلس تعزیه و عزاداری میگیرن در کرج، در خونه شون، در خونه کوچکی که در کرج دارن. خب روزا که ماه رمضان بعد از افطار می اومدن برای فاتح خانی و اینها، 3-4 شب پیش که آمدن تا دیر وقت میمونن، بعد با ماشین اسنپ میرن که توضیح داد خانم خاوری در اسنپ چه اتفاقی میفته. پلیس دنبال اینها بوده، اونا به راننده میگن سریعتر برو، شاید اینا اصلا پلیس نباشن، مامورنما باشن. شو علتی هم که این تشویق رو میکنه این بوده که دوتاشون اسناد اقامت نداشتن، وحشت زده شده. بعدن که میست پلیس تیراندازی میکنه و ماشین میسته، دوتا از اینا فرار میکنن، میترسیدن که بگیرن رد مرزشون کنن، به طالب تعبیرشون بدن، چون نیروی مقاومت بودن. خب طالب تیربارونشون میکنه و پلیس مجبور به تیراندازی میشه، اینا مجبور میشن. بعد که میگیرنشون میگن شما کی هستین، کجا بودین، میگن فلان جا عزاداری بودیم، فاتحه خونی بودیم. میرن نصف شب خونه شهید خیرخواه، خانواده او و 7-8 نفر رو، 3 تا از فرزنداش و بقیه بستگان رو میگیرن و میارن که الان توی این بحث هستید. آقای مدبر عزیز ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید با اینکه روز شلوغی داشتید. اگر نکاتی به اون چیزی که من گفتم لازم اضافه بکنید اضافه بکنید، وگرنه هر چی که لازم میدونید بگید بگید. من سوال خاصی در واقع نمیپرسم تا محدود نکنم شما، در خدمتتون هستم. بفرمایید. به نام خدا، عرض درود دارم خدمت جناب شما، جناب کابلی صاحب، خانم موسوی عزیز و تمام بیننده های برنامه زیبای شما. واقعا آقای جعفری شما لطف دارین، چندین دهه است که در کنار ملت زردیده ما استاده هستین. تمام کشاگیرای وطن ما را شما بیشتر از هر هموطن دیگه ما کرده، اطلاعات دارین. و تشکر خاص میکنم از خانم موسوی عزیز که واقعا خانم خاوری عزیز که خود عضو خانواده
زجر دیده و تحت ستم افغانستان در مجموع و خصوص خانواده ما، خانواده خیرخواهی بزرگ میدانند و تمام جزئیات آنچه که بود اونا توضیح دادند و ما نمیخوایم چیزی دیگه را اضافه بکنم، اما چیزی حقایق خانم خواهی بیان کردن و ارشادات آقای کابولی را من شنیدم. قسمی که جناب شما فرمودین آقای کابولی و خانم خواهری، من میخواییم این موضوع را یک قسم بیان بکنم که ملت ما در مجموع ملت افغانستان بخصوص خانواده بزرگ ما آسیب بسیار بزرگی را از تروریست ها و از طالبان دیدن و متضرر اصلی ملت ما هست. از هر تیوریسان کرده، از هر نظریه پرداز کرده، ماهایی که با تمام وجود این وحشت و دهشت و ظلم طالب و تروریست دیدیم، بیشتر میدانیم که این تروریست ها کیا هستند. نه تنها دشمن ایران افغانستان، دشمن بشریت هستند این وحشی ها. ما طالب و داعش دو روی یک سکه میبینیم. دوستایی که ایارا جدا میبینن، ما شک نداریم دیر و زودی واقعیت برملا میشه که این دوتا دو روی یک سکه هستن. به هر حالتش من به این باور هستم که یک سوی تفاهم بزرگ، قسمی که خانم خاوری توضیح دادن، به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رخ داده. اگر اینا بیشتر تحقیق کنن، قطعا به حقایق میرسن که این عزیزایی را که اینا به عنوان داعش گرفتن که چقدر متضرر بزرگ از آدرس داعش و تروریست هستن و این بچه هایی که فعلا به زندان هستن، بچه های خیرخواه شهید، یکی دو تاش دانشجو هست اونجا و کسای دیگه هم اعضای فعال جبهه مقاومت هستن. واقعا شما میدونین که یکی دو تای اون بچه ها اسناد قانونی نداشته، این طبیعی هست و اون طرف وحشت و دهشت طالب و این طرف نداشتن اسناد قانونی، ترسی رد مرز شدن، به چی سختی های از مرز ها یا رد میشن نه، یا شما آقای جعفریان بهتر درک میکنین که به چی مشکلاتی که تحت تعقیب تروریست ها و طالب هم باشه از مرز رد شوی با تمام مشکلات، این طبیعی هست که فرار بکنن. این یک چیزی و برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را هم من هم یک چیزی طبیعی میدانم که نظر به وضعیتی که در شهرهای مختلف هست، تروریست ها عملاتی که داشتنی، کاملا یک روند طبیعی است که هر نقطه را که یک شهروند مسئول اطلاع میده باید او را پیگیری بکنند و به عمق قضایا برسند. به همین دلیل هم بود در 4-5 روز ما قضیه را یک قضیه طبیعی و قضیه عادی دانستن. ما گفتم بگذارن که قضیه تحقیق شود، چون ما هیچ گونه تردیدی و هیچ گونه شک و شبهه در بالای این بچه ها نداریم و اعضای خانواده ماست و هیچ گونه ارتباطی با گروه های تروریستی ندارن این بچه ها. و ما دلیل ما راحت نشستیم که نیروهای جمهوری اسلامی تحقیقات خود بکنن به حقیقت برسن. متاسفانه چیزی را که امروز ما از رسانه ها شنیدیم برای ما واقعا شاکاور بود. چطور میتونن ای تو یک چیزی را از رسانه ها اعلام بشن و اینا هم کسایی که متضرر اصلی از داعش تروریست هستن داعش تروریست خوانده شوند. و این دلیل ما باز هم جناب جعفریان صاحب، ما اصلا نمیدانم چی بگویم در این وضعیتی که این چنینی اعلام شده. خوب از من لحظات قبل با بی بی سی صحبتی داشتم، او تصویری گیره که از آقای رامش نشر میکنن، او تصویر دقیقا در سال 2021 جولای 2021 در دفتر ما اتفاق افتاده. همون زمان آقای مدبر عوض میخوام، اون تصویر همینه؟ بله آقای، تصویر همین تصویر است. بله دلیل توضیح بدید درباره این تصویر، چون تمام اشاراتی که شده و رسانه‌ها چیزی که منتشر کردن متکی بر همین تصویر. از آقای سراج هم نقل قولی که کردید بفرمایید، چون خیلی نکته مهمیه. اون موقع ایشون رئیس امنیت ملی افغانستان بودن. بفرمایید. بی بی سی هم از من این سوال عکس داشت، من باز ازشان گفتم که هر چی که من نگم به عنوان خانواده متضرر یک جهتی قضیه، شما میشه که مصاحبه با آقای سراج داشته باشه یا ارتباطی را با آقای صالح معاون اول ریاست جمهوری وقت
برقرار بکنین که اونا در جریان جزئیاتی قضیه هستن. زمانی که این اتفاق افتاد ما در دفتر نبودم، در دفتر کاری ما نیروهای امنیتی ملی یک عملیاتی برقاسا را داشتن. چون در او شرایط و شب و روز ولایات پشت هم در سکوت بود، ماهای آخر بود، عملات تروریست ها در داخل مرکز شهر هم بسیار زیاد بود، سویزنی که به ایا پیدا شده بود بدون اینکه با حتی با رئیس عمومی امنیت با ارگانهای بالا تحقیق بکنن عاجل اقدام به کار کرده بودن. و داستان از او از این قرار بود، پسان که من از رئیس امنیت ملی اطلاع حاصل کردم، خب در اولین دقایق برای من اون محافظینی که بدم در بودن اطلاع دادن که نیروهای امنیتی ملی وارد دفتر میخواین، وارد دفتر شدن غیر معمول، چون دفتر ما در وزش همیشه بر روی مراجعین باز بود، کدام گار میدانه دفتر هیچ وقت استاد نبود، همیشه ما نماینده مردم بودیم، مردم میامد میرفت، روال طبیعی بود. گفتن یک کار غیر طبیعی داخل دفتر شدن. گفتم خب بگذارن که اونا کارشان رو بکنن. اما مسئول دفتر ما با حالت بسیار چی گفت؟ گفت ما بگذار که اینا بسیار وحشیانه برخورد دارن در قضیه. گفتم شما خونسرد باشین، بگذارن هر قسمی که اونا دوست دارن برخورد بکنن. ما قضیه رو میخوایم در از مقامات بشنوم. اما لحظه من با آقای سراج که رئیس وقت بود تماس گرفتم که آقای سراج کدام اتفاق که افتاده، دفتر من بازرسی دارن. اونا این قضیه شوخی فکر کردن، گفتن شوخی با ما نکنین، ما و شما با هم قرار داریم که باید سر موضوعاتی که من تازه از جبهات جنگ از بغلان برگشته بودم سر این موضوعات امنیتی بغلان صحبت میکنیم. اون صحبت من شوخی فکر کردن، از اینکه اونا هم در جریان در لحظه نبودن. باز ما برش گفتم می آقای سراج قضیه واقعا جدی است، من برای جدی صحبت دارم، اگر قضیه است شما قضیه را بررسی بکنید. ما هم باز بعد از این قضیه را دنبال میکنیم، ما دنبال از این هستیم که این حقایق باز رسانه‌ای مطرح شما برای هر چی که هست. آقای سراج وقتی این گفت متوجه شد، گفت جدی هستی؟ آجل ما با یک تلفن با او با تماس بودم، تلفن دیگه گفت شما قطع نکنین، من در جریان قضیه نیستم. تماس گرفتن با ارگانهای مربوطه که در این قضایه کار میکرد، اونا هم نمیفهمیدن به دفتر ما اتفاق افتاده. گفتن ولی ما یک عملیاتی را داریم در این ساحه. باز اونا گفتن قضیه را میشه بیشتر توضیح بودیم. قضیه را توضیح دادم، یا از ما وقت خواستن که برای ما یک ساعت وقت بودیم. من قضیه را به ما گفتم من هیچ مشکل ندارم، در این وضعیتی که کشور قرار داره خوب از هر مشکوکیتی که نیروهای امنیتی ما داشته باشه بررسی بکنن، منتها دفتر من هست هیچ مشکلی هم از این بابت نیست، شما قضایایتون بررسی بکنین که کشور ما در یک وضعیت حساس است. بعد از کمتر از یک ساعت به من حدود یک ساعت بعد تماس گرفت و جدی معذرت خواهی کرد که یک سوی تفاهم پیش آمده، من از این بابت واقعا معذرت میخوایم، من نمیتونم به کدام زبانی را بکنم که یک سوی تفاهم پیدا شده و قضیه یک گرفتاری دیگه در یک سایه کابل اعضای تروریست بوده و او پیشیش خیاطی بوده، پیشیش خیاطی بوده. به دفتر من یک تعداد از محسن سفیدا و بزرگای وطن از وطن آمده بودن سر قضایای اصلاح منطقه کار میکردیم. ما از آقای رامش هدایت کرده بودم که بزرگا برای یک روز آمده بودن، چون یکی دو هفته در این دفتر ماندنی میشن، شما برین به اینا و هر کدامی علما و بزرگا لباس تنظیم بکنین که لباس با خود نیاردن. اینا به نظر و هدایت ما به خیاطی رفته بودن، به هر کدامی از یک جوره پرانتون بان یا دو جوره تنظیم کرده بودن. برحال از قضایی بعد امو خیاط مشکل داشتم. در این روزایی که یادسه خلق میشه رامش تماسی با او خیاط داشته که چی روز دنبال لباسایی که به شما دادیم بیاییم و بردن از یا امو روزی گرفتاری صورت میگیره و تمامی تماس های افرادی را که با این خیاط در تماس بوده و عضو گروه تبکار بوده امنیت به خاطری انکشاف قضیه همه ای افراد عاجل، چون
یه قضیه آنی هست، از تلفن یزی هر تماسی که اومده او افراد بدون یزی همی نیرویی که کار میکنه چون قضیه خیلی راش نشه حق هم داره نیروی امنیتی در او زمان که انکشاف بکنه بدون حتی مقامات بالایی اقدام میکنه، بدون رجیدیان قرار دادن اقدامات خودم میکنه و همه افرادی را که در یکی دو روز با خیاط در تماس بوده برای بازجویی میخواه عملیات میکنن و ایار توقیف میکنن که یک وضعیتی اساسی امنیتی در وقت در کشور ما بود و در اونجا برای یک سال دادم متوجه میشم که نه یا لباس داشته یک روند طبیعی از مشتریایی بدبخت بوده ای بدبخت خیاطی که چی هست به همین دلیلم آقای سراج در اون زمان برای من توضیح نداد که چی قضیه شده چون من هم واقعا احساساتی بودم از حقانیت خودم و ای مجمع ایمان داشتم به حقانیتشون یک تعداد زیاد محسن سفیدات توهین و تحقیر و برخورد که نیروهای امنیتی میکنن و او بزرگا در او فرصت ای تو یک توقع را نداشتن من راحت بودم واقعا که چرا همچون برخورد شود و او طرف هم به نیروهای امنیتی ما آقای سراج که ما هم روانن در یک حالت خوب نبودم و واقعا او معذرت خواهی کردن که یک سوی تفاهم شدم و بعدا برای توضیح میتیم یک سوی تفاهمی است که نباید این رقم میشد مگر در شرایط استرالی پیش نه و هم صحبت های از یار پذیرفتم واقعا کشور ما در یک حالت اساس بود قسمی که پیشتر من خدمت شما عرض کردم که ما حق میتیم و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به این یک وضعیت بازپرس خود داشته باشند تحقیقات خود داشته باشند او زمانم با نیروهای امنیتی ما یه حق میدادیم واقعا که تجسس بکنن و همزمان که صحبت های از اینا قطع شدن من ذره ناراحت هم بودم با وجودی که گفتم خوب است ما شما بیشتر سری قضیه صحبت میکنم که زنگ مام صاحب رئیس جمهور آمد و این قضیه را اونا هم به بسیار مرا دعوت کردن که نیروهای ما در یک وضعیت اساس است من چون خواستم که یک تیم تعیین شوه بررسی کنم اگر معاون رئیس جمهور آقای صالح رو میگید بله آقای صالح رو میگم آقای صالح رو من خواهشم این بود که ما درخواستم برای رئیس امنیتم که از تیم تعیین شوه یادی حیثیت صورت بگیره که در دفتر ما یک کار صورت میگیره شما باید پاسخ بگیرید وقتی که چی بود و هر حالت آقای صالح هم صحبتایش هم بسیار چی بود که در این مورد بود که نیروهای امنیتی ما در یک حالت خاص است ما شما باید بیشتر در این قضیه صحبت بکنیم ما عذرخواهی نیروهای امنیتی را میکنیم که یک سوی تفاهم بوده شما حالا بگذارین از این سوی تفاهم جدی در این قضیه ای که در او مراتب ما رئیس در او زمان ما رئیس اپوزیسیون یک گروه پارلمانی در پارلمان بودیم که اپوزیسیون نظام بودن و او خواهش شد که ما در او وقت قضیه را برداشت ما این بود که اطرافی های رئیس های جمهور میخوایم ما را تحت فشار قرار بده ما نقد ما برای اصلاح نظام بود که تا این وضعیت پیش نمیاد و هر حالت ما برداشت ابتدایی ما به این بود که ما را شاید در این کار زیر و فشار گرفته باشد بخواهد که ما را ساکت بسازه ما بیشتر گفتیم این قضیه باید رسانه‌ای بررسی شود این قضیه بیشتر یک تیم حقیقت یاب بره اگر که شما عالی میگین سوی تفاهم بوده ما این را توهین فکر میکنیم به دفتر رسمی ما این کار شده بنابراین ما نمیخواییم گپ به درازا بکشه آقای صالح صحبتهای طولانی تلفنی که داشتیم خواهششی بود که ما میاییم به آدرسی که میگین و ما احترام طرفین که داشتیم با آقای صالح ما گفتیم نه ما به دفترتان که هر جای هستیم خیر ما میاییم صحبت میکنیم بیشتر و اونا معذرت خواهی جدی داشتن و خواهش جدی داشتن که از آدرس نیروهای امنیتی که در یک وضعیت اساس هست یک سوی تفاهم شده این ما دیگر بزرگ زیاد کشش ندیم در امیجا که ولایات سقوط کرده تحت فشار است همه جای ما در کنار نیروهای ما باشیم برگردیم به امروز اون قصه شما مفصل توضیح دادید همینطور که گفتید من قبلش هم اشاره کردم در دوره آقای غنی هر کس میخواستن آزار بدن هر بخشی از اپوزیسیونی که میخواستن مزاحمش بشن یا برچسب رشوت میزدن یا برچسب داعش میزدن یا برچسب قید و فروش مواد مخدر میزدن کاملا این چیزا معمول بود بعد از این ماجرا همینطور که شما میدونید آقای رامش محمد زاکر چندین سمت گرفت دوباره در همون حکومت ایشون کلی دوباره مسئولیت گرفت عنوان
مسئول نمیدونم بخش مبارزه با مواد مخدر کدام بولسپالی کدام شهرستان و چند جا سمت گرد. یعنی اگر مسئله اینی بود خب این اتفاقات میبود. نکته دوم، آدم هایی که آقای مدبر داره ازشون یاد میکنه زنده هن. یعنی این آدم آدم های کوچکی هم نیستن. معاون سابق رئیس جمهور زنده است در تاجیکستان، دوستان ایرانی میتونن در تماس بشن. به سه سود به قول مشهدی ها میشه سرطه قضیه رو در آورد که ماجرای این عکس چی بود. دوم، آقای سراج زنده است و حاضر بوده و خود آقای مدبر هم گفته هر دوست ایرانی که لازمه پیام بدن، تلفن بدن، ما در خدمت این. هر سوال جوابی هست ما توضیح بدیم اونجا چه اشتباهی شد و چه سوء تفاهمی پیش اومد. مهمتر از تمام اینها، همه موضوعات رو که نمیشه برای یک عکس مستولی کرد. باز مهمتر از اون، آقای رامش 2 سال در کنار پدرخوانده خودش داشته میجنگیده در راه اندراب. دوره اولی که پل حصار رو اینا آزاد کردن، یه بخشی از عمده فرمانده جبهه روی دوش آقای رامش بود. چطور آدمی که یه خانواده ای که شما بهتر از من میدونید، خانواده شهید خیرخواه در اندراب قبرستان اختصاصی داره، 40 تا 50 تا شهید توی قبرستان خانواده داره که توی مبارزه با طالب و داعش خاک شدن. بعد میاد پسر این خانواده رو میشه گرفت و گفت این داعش، این شدنیه. آقای برمیگردم به شما آقای مدبر، آقای مشکور عزیز، یه عکس منتشر شد توی این چند روز از این ماجرای چاوهار. حالا خیلی هم محو کردن چون جنازه یک کسی هست. فقط این وسط این اسلحه امریکایی این تروریست که دستش هست دیده میشه. ببینید این اسلحه فقط در اختیار امریکایی‌ها و طالبان هست. یعنی از نوع سلاح‌هایی هست که جز به اون 85 میلیارد دلار سلاح سبک یک امریکایی‌ها در افغانستان جا گذاشت. یک عده تروریست میان حمله میکنن در چوبهار، در سرباز و سلاحی رو استفاده میکنن که اختصاصا الان در اختیار کنه. از اون طرف در شیراز که در شاهچراغ اون اتفاق میفته، در کرمان که اتفاق میفته، تحقیقاتی که میشه، اون آدمی که زنده دستگیر شده شاهچراغ، او گفت در فاریاب آموزش دیدن و این آدمی که در شاهچراغ خودش رو در کرمان خودش رو منفجر کرد، معلوم شد ایشون در بدخشان آموزش دیدن. یعنی همشون زیر مجموعه طالب. اینجا به طالب هیچی گفته نمیشه، از او توضیح خواسته نمیشه که این آدمای سلاح از کجا آوردن، ماجرا چیه. بعد میاد انگشت اشاره به سوی نیروی مقاومت و بچه‌هایی که جنگیدن، مطالب میان اینها گرفته میشن. این سوء تفاهم قرار چطوری حل بشه؟ باید چه اتفاقی بیفته؟ جبهه میخواد چی کار بکنه؟ درخواستش چی از تهران؟ الان در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آقای مشکور عزیز. جناب آقای جعفر، من چند نکته رو خیلی سریع خدمت شما عرض کنم. راجع به این موضوع خاص، جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری جناب آقای حاج احمد مسعود باور داره که نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران عادلانه است و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برخلاف عدل و برخلاف قوانین اسلامی و قوانین موضع جمهوری اسلامی عمل نمی کند. بر این اساس، بر این باور و این دیدگاهی که ما از ایران اسلامی داریم، تقاضایی با این است که نسبت به این قضیه طبق قانون، طبق عدل، توأم با شفقت و به دور از هیاهو و غوغا تحقیقات را انجام بدن و اگر حالا در یک مرحله یک اشتباه رسانی هم شده، اون موجب نشه که به لجبازی بیفتن. چون بعض وقتا بعد از کارگزارا یا مأمورین برای سرپوش گذاشتن برای یک اشتباهشون هزینه های زیادی رو برای سیستم ایجاد میکنن. نه، این قضیه کاملا راحت مدیریت خواهد شد، چون مجموعه ما، مجموعه مقاومت شما و خانواده شهید خیرخواه به حقانیت و مظلومیت و پاکی این بچه ها شهادت میدیم. این قضیه از حرام من الشمس است و لذا کسی را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. دادگاه بگذارن، وکیل اجازه بدن تعیین بشه، بررسی بشه. اگر این بچه ها سندی بود که اینا داعشی هستن، به جای اینها باز به این مر اعدام بکنید. اگر شما سندی داشتین که این بچه ها جز داعش هستن یا حتی جز طالب هستن، بیاین شیخ مشکور کابلی رو به جای اینا باز اعدام بکنین وسط به اسلام میدان انقلاب تهران. این اولا نشه. نه،
این قضیه را عادلانه قانونی به دور از هیاهوهای رسانه‌ای انشالله اون قدر عاقل در ایران هست که انشالله مثل قضیه قاریسا مثل صدها مورد دیگر این یک نکته حل میشه و ما اطمینان داریم به سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران ما به حکمت و عدالت و صداقت دوستای خود ما در نظام جمهوری اسلامی باور داریم و یقین داریم که انشالله قضیه حل خواهد شد اما راجع به اصل داستان ببینید جناب آقای جعفریان 3 سال است که ما و شما دلسوزان افغانستان و ایران کسانی که این وسط ایستادن و با صداقت و شرافت و شهامت بدون توریه بدون لکنت زبان بدون تلقین بدون املا نویسی حقیقت را برای ملت افغانستان گفتن حقیقت را به ملت ایران گفتن ما یک لحظه در ابراز این حقیقت که طالبان طبق گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که 16 بار ایشان گفته طالبان پروژه امریکایی است طالبان مأموریت داره که تی تی پی را حمایت کنه تا به تجزیه پاکستان برای فشار دادن چینایی ها و کنسل شدن پروژه گوادر طالب ها مأموریت دارن که به داعش جغرافیا بتن که ایران را تهدید بکنه طالبان مأموریت دارن با آمریکایی‌ها توافق کردن که به جیش العدل جغرافیا بدن در نیمروز در 10 جای افغانستان آموزش ببینن و از اونجا بیاین بلند بشن به مرزهای ایران حمله کنن و حالا در این قسمت ما شما پیش بینی کرده بودیم من 10 بار از رسانه شما بیشتر گفتم 1000 بار در رسانه های دیگه گفتم جناب آقای جعفریان که طالبا فقط برای مبارزه و جنگ با زبان فارسی نیامده طالب ها فقط دشمنی با شیعه ندارن طالب ها با چین هم مشکل دارن طالب ها با منطقه هم مشکل دارن طالب ها با اسلام سنی حنفی معتدل هم مشکل دارن طالب با پشتونی هم که قاری ایسا باشه و او پروژه استعماری رو قبول نکنه مشکل داره طالب با نوعی پروژه شیطانی با تمامی مظاهر عقل و خرد و وحی مشکل داره و گفتم مشکل اساسی طالب جناب آقای جعفریان با ایران است مأموریت اصلی که به خاطر او هفته 70 میلیون دلار هفته 70 میلیون دلار امریکایی ها به طالبان میتن ایجاد ناامنی در ایران است 3 سال است که من میگم ولی تعداد در مشهد نشستن و خاک به چشم ملت ایران میندازن خاک به چشم مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران میندازن آیا مقامات جمهوری اسلامی ایران مقامات ارشدی در تهران نشستن بس نیست کسی خواب غفلت بیدار شوین افغانستان که برباد شد افغانستان که امریکایی ها تسلیم طالبا کردن آیا شما میخواین که جیش العدل که امروز 50 نفر 100 نفر 1000 نفر هستن تبدیل به لشکر 50000 نفری بشن شما میخواین بذار کنار جیش العدل 10 تا جیش ظلم و جیش شیطان دیگه درست بشه و بعد شما دیگه نتونین مدیریتش بکنین من بارها عرض کردم در مسکو هم جناب آقای جعفریان گفتم همین اتفاقی در مسکو افتاد 5 ماه پیش من در شهر مسکو به معاون پرنو دومای روسان عرض کردم و به جمهوری اسلامی ایران به مسئولین ارشد بارها گفتم در رسانه‌ام گفتم که انتقام سوریه و عراق را در مسکو و تهران شما میگیرن میگفتن هیچ غلطی نمیتونن بکنن 3 تا شهر شما را آمدن با آشوب کشاندن در کرمان روز شهادت سپهسالار مقاومت را سردار سلیمانی سردار دلها او روز را آمدن و شما تلخ ساختن ولیکن شما دائما در کنارش پروژه انحرافی درست میکنن و بعد یک تعداد انسان جاهل بیان بالاخره بچهای مظلوم را بین در رسانه ها بگن دایشی هستن جعفریان دایشی است مشهور کابلی دایشی است یعنی من و احمد مسعود و ماهایی که در مشهد بزرگ شدیم تفکر ما اندیشه ما یک اسلام خاص هست یک قرائت خاص هست یک عقلانیت خاص هست ما با طالب با داعش با توریسم چه نسبتی داریم ما این بچه های زیر مجموعه ما تربیت بشن و چه نسبتی با توریسم دارن ما که بهترین جنرال ما خیرخواه میره 2.5 سال با کمترین غذا با کمترین امکانات بزرگترین ضربات را به طالبان میزنه و در شب یلدا میای شاهنامه فردوسی شما را میخونه و او حوزه تمدن دونی کلان داره نشانه گیری میکنه تو حالا بچهای دور در زندان میبری خیلی بد است این خیلی زشت است اینا ده خانواده تازه به دوران رسن نه میدونی خانواده است که دهها شهید به خاطر اسلام دادن به خاطر عزت دادن به خاطر سرفرازی دادن و خصوصا به خاطر مسائل کلان فرهنگی و تمدنی دادن من عرض مینه جناب آقای جعفریان در این شب 27 ماه رمضان عرض میکنم به کسانی که هنوز پنبه در گوش خود گذاشتن طالب برادر شما نمیشه دوست ما گفتن طالب و داعش دور یک سکه هستن بله همون که مرحوم مطهری میگفت
گفت اینا دو لبه یک قیچی هستن، اینا شاید طالب و داعش به خاطر اقتدار، به خاطر خلافت و امارت خواهی با هم اختلاف داشته باشن، ولی داعش و طالب و القاعده در مزدوری غرب، در مزدوری امریکا همهشون همسو هستن. من به عنوان یک شیعه عرض میکنم داعش و طالب در شیعه کشی هیچ اختلافی ندارن، داعش و طالب در ایران ستیزی و شیعه ستیزی و پارسی ستیزی هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن. یکی شما بیاین مثلا حوزه و خاصگاه داعش را که از کجا بلند شده، شما این مقالات اواخر که ما نوشتیم شما ببینین، گزارش هایی که ما دادیم دیگه دوستان نوشتن ببینین، اصلا خاصگاه داعش حوزه تمدنی ما نیست، تفکر اونا نیست، با ما اصلا نسبت ندارن. همین فردی که به عنوان رهبر فعلی داعش قلمداد کردن، خب همین هم بسته شما از کدام قبیله هست، از کدام قوم هست، از کدام منطقه که بسته کدام زمین و شمالی زمین هست، چرا شما میخواین نکته حوزه تمدنی کلان را بی خود متهم کنین، بعد به صلاح یک بیت را به سرای این که با دربند دومش بمانین. علی حال در این داستان که قطعا نظر ما است که برخورد نیروی انتظامی چنان که ما تکرار میکنم یک برخورد کاملا معمولی بوده، طبیعی بوده، فعلا ما دچار مشکلات جدی هستیم و اما ادامه ازی که رسانه های بلند شوند بیاین اتهام داعشی را به اینا بتن، این غیر علمی است، غیر قانونی است، غیر قابل قبول است. وقتی دادگاه تشکیل نشده چطور فرد را شما متهم بدر در رسانه مطرح میکنن؟ در کدام دادگاه عادلانه اینا محکمه شدن؟ خدمت شما شدم بعد اسناد مطرح شده، یک عکس فقط تمام استناد شما بوده. خب گورم جناب وکیل صاحب اعلام کردن، ابراز کردن کل قصه داستانش چی بوده، کل قصه چی بوده. اگر خدای نکرده دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را این مقدار تخفیف بدن که شما این چنین دستمایه بعضی از افراد قرار بگیرن، خب خیلی وابیداست. امروز جمهوری اسلامی ایران همین امشب در یک جنگ بزرگ با شیاطین قرار گرفته، بعد امشب یا فردا یا پس فردا جمهوری اسلامی ایران حملات خود علیه اسرائیل به خاطر انتقام شهدایی که در کنسولگری دمشق اتفاق افتاده شروع کنه. ملت افغانستان 8 میلیون مهاجر افغانستانی مقیم ایران یکی از پشتوانه‌های شماست. چرا شما میخواید اونجا بحران ایجاد بکنین؟ چه خط بحرانی وجود داره که هنوزم طفلانه و جاهلانه میگن یک مجموعه کلان فرهنگی و تمدنی و انسانی و مقاومتی را داعش معرفی کنه؟ الان حالن ما البته خبرایی که از میدان دارم جناب آقای جعفری، جناب آقای جعفریان عزیز، ایست که خب خیلی تغییرات ایجاد شده و امروز پرده غفلت از کنار از برابر چشمای خیلی کسا برطرف شده. 22 بار به مرزای ایران حمله کردن، به شهرهای مختلف ایران تجاوز کردن، حمله کردن، امنیت ایران رو به مخاطره قرار دادن. این چیزی نیست که باز فقط یک گروه بشینن و خلاصه توجیه بکنن. من یقین دارم که عقلانیت و خرد و اساسیت و غیرت در مقامات ارشد جمهوری اسلامی نسبت به قضیه هست و ما یک بار دیگر همیشه 27 اعلان میکنیم که هنوزم دیر نشده به جایی که خود را بازیچه بازیهای رسانه‌ای شیاطین و دشمنان مشترک دو کشور ملت ایران و افغانستان بسازیم، در کنار ملت افغانستان در فصل جدید با مقاومت قرار بگیرین. عمق استراتژیک ما تهران است، عمق استراتژیک تهران ما هستیم. در شب قدر یک طلبه به شما این جمله رو میگه، طالب عمق استراتژیک شما نیست، ملا هبت الله عمق استراتژیک شما نیست، ملا هبت الله برادر شما نمیشه، کتاب نوشته علیه شما، جنگ کرده علیه شما، مأموریت داره علیه شما، فقط دنبال فرصت میگرده. این تمام عقلایی که در قم نشستن میفهمن، تمام انسانهای با عقلی که در تهران نشستن میفهمن، تمام انسانهای با عقلی که در مشهد هم مثلا میفهمن، ولی بعضی از افراد ما متاسفانه به خاطر که اشتباهی در تحلیل داشتن، اشتباهی در تصمیم داشتن، هنوز هم لجبازی میکنن. ما به همونام توصیه میکنم از زبان علی ابن ابی طالب که توبه کنین، استغفار کنین و برگردین. نه ملت افغانستان را، نه ملت ایران را، نه روابط و ده حوزه تمدنی را بشری دوچار دستخوش نسازین. دو کشور ملت ایران و افغانستان، چی در اون طرف کردش است، بلوچش است، عربش است، مشهدیش است، اسپانیش است، که در او طرف قنداری است، پشتون است، تاجک، هزاره، قزلباش، سید، همه و همه این مجموعه تمدنی یک مجموعه کلان انسانی است که اسلام، زبان فارسی، تاریخ، تمدن را به همدیگه پیوند داده. این بازی‌های امنیتی نمیتونه ما را از همدیگه جدا بکنه.
هر کسی هم که دیوار بزنه باز ما پل زدیم، ما صبورانه با حلم و بردباری مسیر ادامه میتیم و یقین داریم روز را که پرده ها کنار میره و اراده ها جدی میشه و دیگه شاهد از این هستیم که خانواده شهدا. شما ببینین جناب آقای جعفریان، در نظام جمهوری اسلامی ایران این جمله آخرم باشه، بر اساس منویات رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای، خانواده های شهدا برای ایران خیلی ارزش داره، برای خانواده های شهدای مقاومت بسیار ارزش داره. لذا من به کسانی که به شهید، به خانواده شهید حرمت دارن عرض میکنم که به حرمت خانواده شهدا، به حرمت شهید ماه رمضان وجود نازنین آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، خود را بازیچه شیاطین نسازین، عاقلانه تحقیقاتان را انجام بدین. شما کشور مقتدر، شما کشور با عظمت، شما در کشوری زندگی میکنید که رهبرش حضرت آیت الله سید علی خامنه ای حفظه الله هست و در شأن چنین کشوری نیست که یک کارای طفلانه و بچگانه صورت بگیره. شما دایه تمدن نوین اسلامی رو دارین، برو حوزه تمدن نوین اسلامی ای که اتفاقا بیفته باید زود حل بشه، باید زود حل بشه و احساس کنم که شما تا آخر هفته رو، تا عید فطر انشالله ای بچه ها به سر خانه خود برگردن انشالله. و حالا نیازم نیست که به اصطلاح شانتاج خبری بشه، نیازی نیست که کس کوبیده بشه، بالاخره باید ما در داخل خانواده خودمون سریع قضایی رو جمع کنیم. زنده باشید آقای مشهور، فرمایشتون درسته. اتفاقا من در ادامه می‌خواستم همین نکته رو با آقای مدبر مطرح بکنم که وقتی اینجور اتفاقا میفته، استاد بزرگوار، هر کسی میخواد از این آب گلالود ماهی خودش رو بگیره. یکی میاد میگه آقا چرا الان نمیدونم مثلا این رفتار با من شده، اون یکی میگه چرا به من امکانات ندادن، اون یکی میگه با مثلا جمهوری اسلامی مشکل داره، به حق یا به حق من نمیخوام مثلا در این باره وارد بشم. اون میاد از این موضوع برای که حاکمیت رو تضعیف میکنه در تنور این موضوع میدمه، اون یکی با سپاه مشکل داره میگه آقا سپاه به طالب از سپاه کاسته اینا منداختن اینا رو توی زندون، در حالی که موضوع اصلا نیروی انتظامی برمیگرده، سپاه اگر میخواست خودش اطلاعات داره، امکانات داره، سه سوته اینا رو میگرفت، نیاز داره بود تو اسنپ پیداشون بکنه. یک عده در واقع میان از این موضوع استفاده میکنن، این عده هم در ایران هستن هم در افغانستان هست. حالا من تو این چند ساعت داشتم مرور میکردم فضای مجازی افغانستانی رو، پر بود از این آدم ها که هر کدومشون میگه که توییت زده بود اینا رو گرفتن به این دلیل که فلان کس به فلان کس دستور زده، همه نیت خوانی میکنن، قضاوت میکنن. شما آقای مدبر به عنوان خانواده این بچه، خانواده جمعی که به هر حال الان اونجا در بول و هراس در چه بعضی توی بند هستن، اینم توی پرانتز از بگم، خیلی دوستان میگن که شما چرا میگید خانواده شهید خیخان، مگه خانواده خیخان نمیتونه داعشی باشه و پسر نوح و نمیدونم. دوستان عزیز، بحث این حرفا نیست، یک ساعت ما توضیح دادیم درباره کی داریم حرف میزنیم. آدمایی که یک عمر با این تفکر جنگیدن، این میمونه شما بیای یک کسی رو که سالهای سال چه میدونم به دشمنی با یک موضوع شهره بوده به عنوان مبلغ همون موضوع معرفی بکنی و به اون اتهام بری بگیرید. خب این جوان مردی نیست و این رفتار درستی نیست. الان بحث اینجاست، این همه سند هست، این توضیحی که آقای مدبر داد و بعد من کاملش کردم، ایشون بعد از اون اتفاق خب دو نیم سال سالها سمت میگیره و بعد از اون میاد کنار پدرخوانده خودش میجنگه سالها با داعش، چون با طالب و داعش. شما نمونه های تصاویری که از ایشون در فضای مجازی هست، فقط من چند تا نمونه رو جمع کردم، این پر این تصاویر، ببینید این یه نمونه این جز فرمانده های اصلی مبارزه با طالب بوده این آدم که اکثر جریان آزاد شده به بلحصار یکی از زحمات اصلی بود که ایشون کشید. کسی رو که مبارزه میکرده فرمانده بوده تو این جبهه علیه داعش، علیه طالب، ما میایی میگیریش میگید داعشیه. بعد نکته مهمی رو آقای مشهور گفتم، خیلی خوب گرفتید، با کدوم سند میاد یهو اعلام میکنید؟ حالا شما یه ها الان توی گروه ها عکس این بنده خدا رو فرستادن، یک عده آدم بی انصاف، یک عده آدمی که متوجه نیستن که آقا فضای مجازی
بررسیش واقعیه، فضای مجازی عقوبتش واقعیه. این تصویر رو فرستادن، زیر این عکس رامش نوشتن که تصویری از عینش رو بخونم، تصویری از رامش عادل اندلوبی از اعضای داعش شوخی خراسان که در ماهدشت کرج دستگیر شد. جگر آدم میسوزه ما که میشناسیم اینو، نکنین این کار رو. هم دعوت سر اینه که با کدوم سند با کدوم محاکمه شما اومدین اعلام کردین؟ خب اگه نشه اثبات کرد چی؟ الان بحث ما همینه. دیدید درباره اون 8 نفر خانم قاوی داشت به گریه میافتاد، من دیدم، من با اینا زندگی کردم. این خانم رفت آمد خانوادگی داره با خانواده شهید، خیلی نزدیک بود به خانم ایشان که یه هفته پیش فوت شده. حالا عرضم از شما آقای مدبر، به عنوان یک صاحب خون، به عنوان یک کسی که خودتون میراثدار شهید خیرخواه هستید، به کسایی که دارن این آشوب رو درست میکنن تا این وسط ماهی خودشون رو بگیرن، چی میگید؟ با اینها چه صحبتی دارید؟ جناب جعفریان صاحب، من میخوایم اول در جملات صحبت پیشترم طولانی شدم را تکمیل بکنم که در اونجا بی بی سی قضیه را بسیار تحقیق کرده. اونا برای ما گفتن که با آقای سراج ما مصاحبه داشتیم، آقای سراج جدی قضیه را رد کردن که اونجا یک سوی تفاهم بود. یعنی از زبان کارمندای بی بی سی برای ما گفتن در صحبتی که داشتم که آقای سراج ما هم رای مصاحبه داشتیم، اونا قطعا رد کردن. و از همینجا هم از آقای صالح خواهش ما ای هست که من حیثی یک منصب وقت ریاست جمهوری، یک آدمی که به خیر کشور می اندیشند، خوب است در این موضوع اگر جای با نیروهای با تیمای جمهوری اسلامی که در تماس هستند، اگر یک وضاحت روشنی از آدرس ارتباط کاری قبلی اگر بتن ممنون میشیم. میاییم سر سوال شما آقای جعفریان، اما قسمی که جناب شما گفتیم جمع ملت افغانستان، قسمی قبلا عرض کردم آسیب دیده، بخصوص خانواده ما تعداد زیادی ده. ما شهید دادیم از اعضای خانواده ما، ما تعداد زیادی همه قسمی که شما صحبت کردیم تدیر یکیم داریم ما از افرادی که در برابر داعش و تروریست ها جانایشان از دست دادن، اعضای خانواده ما. قسم شما فرمودین ما قبرستان مخصوص خود ما را داریم از اوائل جهاد تا به الهال که در برابر بیعدالتی و ظلم استادگی کردیم. چطور ممکن است که ایتو افراد و ایتو اعضای خانواده که تازه خونی شهدای ما خشک نشده، ما بودیم با اون گروه هم کار شدیم که عزیزای ما را از ما گرفتن؟ این برای ما بسیار سنگینی میکنه که این نام بدی تروریستی که بالای ما هست، ما پاکی از شهادت، از زندان، از این حرفا نداریم. ما درد ما بیشتر از این نام بد است، این نامی بدی که بالای ما گذاشته شده. این واقعا بر ما یک لکه بزرگ است، توهین کلان است. ما بازم خواهش ما از این دوست فضای مجازی جناب جعفریان صاحب، قسمی که شما گفتین، اولا این که یک چیزی از مرج ایران، یک سیستم خیلی بزرگ است مطرح میشه، یک تعداد اما ابهاتی از اون را که میبینن میگن حتما گپی بوده. ما خواهش ما ای است که اما قسمی که شما عرض کردین، آقای مشکوری بزرگوار عرض کردن، ما اصلا توقعی را نداشتیم بدون محاکمه، بدون بررسی چیزی رسانه ای شود. کدام محکمه ای را برش پرداختن؟ به هر حالتش بازم ما میگیم که این قضیه ما باور داریم و عدالت و سیستمی که در اونجا روان هست، ما هیچ در این شک نداریم که یا بررسی بکنن به حقایق میرسن و این جوی رسانه‌ای که ایجاد شده بازم تقاضا و خواهش ما ای است که حالا به یک لش تبدیل نشن، یک اشتباه، یک سوی تفاهمی که صورت گرفته، حالا یک تعداد این حیثیتی نسازن که والا یک کار کردیم، بیا دنبال برچت زدن باشیم. حالا حرفی که از ما بیرون شده، ما ای را خواسته ناخواسته ما ای را بیاییم و کرسی بشانیم. خواهش ما از رهبری جمهوری اسلامی است که با تمام عقلانیتی که در اون سیستم روان است ای را بررسی بکنند و آنچه که حق است ما به خاطر عدالت در کشور عزیز ما
عزیزای ما را از دست دادیم، به عدالت باور داریم، این قضیه را بررسی بکنن، به حقایق میرسن. و خواهش ما از رسانه های اجتماعی یا بخش ای است که شما خونسردیتان را حفظ کنین، به حقایق میرسین. این انصاف نیست. گفتم تا هنوز خون شهدای ما خشک نشده، این کدام عقلی سلیم میگه که ما بازگیم با ای تو گروه تروریست و تبهکار یاری داشته باشیم یا همکاری داشته باشیم. این فضای رسانه‌ای هر جای آدمای مضری هست، اطلاعات کاذبی وجود داره، هر جایی که کار باشه اجتماعاتی هم هست. بازم ما تقاضای من حیث خانواده متضرری است که این قضیه را جمهوری اسلامی با تمام امکاناتی که در طریق فضا و زمین و اطلاعاتی، ما باور داریم که نیروهای انتظامی ایران حالا امکاناتی خیلی فراتر دارن، میتونن از همه ابعاد قضایا را بررسی بکنن. دو سالی میشه که رامش و خانواده خیرخواه از با چی مشکلاتی آمدن در ایران زندگی میکنن از دست تروریست ها. بنان خواهش ما بازم ای است که قضیه بررسی شوه و ای وضعیت تا قبل، و ما باور داریم بازم که امیدوار هستیم تا قبل از اید که با وجودی که ما مردم مهاجر رو در دیده و بیوطن هیچ ایدی نداریم، با آن هم هر پدری هر فرزندی در خانوادش یک وضعیت عجیبی است، هم مهاجرت و هم در روزای ای دور از فامیل و در زندان. واقعا به خانواده شهدا که هم پدر از دست دادن هم مادر از دست دادن، بسیار به دیگه اعضا سخت تمام میشه. خواهش ما ای است که آنچه که عدالت است اینا پیشه بگیرن. ما تسلیم به عدالت هستیم، هیچ شکی نداریم که در این قضایا این جوانا کوچکترین چیزی قسمی که آقای مشکور اعلان کردن که اگر چیزی پیدا کردن به ما را محاکمه بکنید، حالا ما از بریتانیا اعلان نکنیم، همه مسئولیت ما حاضر هستیم بپذیریم. مگر ما از هر منان شمس واضح است که یک سوی تفاهمی بزرگ رخ داده، امیدوار هستیم جمهوری اسلامی بخیر قضایا را بررسی کنند و تایی قضیه برسن و این لکه بدنامی را که به دامان خانواده مقامت و شهدا زدن پاک بکنن، که ما گفتیم از شهادت ترس و بیمی نداریم، از زندان نداریم، مگر نام بدی ما اینا بسیار ما را زجر میده. چیزی که ما از اینا متنفر هستیم، آسیب دیدیم، ما به اینا واقعا بر ما سنگین است. حرفتون درسته دیگه، یک عمر شما جنگیدید با این جریان، حالا شما بیاد یک عده متهم بکنن که شما خود همون جریانه. یه نکته دیگه هم که مهمه و شما اشاره کردید، بیش از دو سال جناب رامش، همین آقای محمد زاکر در ایران داشته زندگی میکرده. تو این دو سال کجا بوده نیروی انتظامی بگه تو فرمانده داعش بره بگیرن؟ اونجا کار میکرده، بعد وقت تو کرج رسید زندگی چی میکرد؟ بقیه اینا همینطور. یکی از اینا که الان اونجا زندانه، خانم خاوری گفت 7 تا گلوله خورده بوده بدنش، مجروح بوده توی جنگ با طالب. حالا صحبت آخر رو بفرمایید که دیگه دی وقت هم شما خداحافظی کنیم از شما. آقای بوده این رو میخواییم بگویم، یک تعدادی که گرفتن از تعداد قهرمان های هستن که زنده از او حمله بالای آقای خیرخواه بودن، جان به سلامت بردن، 7-8 تیری که خوردن. یکی چند جوان محدود زنده ماندن که در جمعی بندی ها هستن. این بسیار جالب است که به چی روزی سخت اینا خود به اینجا رساندن، به چی وضعیتی. هر حالتش آقای رامش با خانواده زندگی میکنه، با تمام پیشرفتایی که در عرصه تکنولوژی است، چطور میتونه اگه اعضای تروریستی در اینجا 2 سال باشه اینقدر سیستم پیشرفتی اطلاعاتی کشف نکنه؟ باز همسایه ها اطلاع بتنه، یک شهروند اطلاع بتنه که اینجا چی است، مشکوک است، این را بررسی بکنیم. این اصلا ممکن نیست با این پیشرفت تکنولوژی، با این پیشرفت اطلاعاتی که نیروهای امنیتی دارن، نیروهای امنیتی اطلاعاتی ایران دارن. ما بازم خواهش شما ای است از نیروهای انتظامی و امنیتی ایران که قضیه را عادلانه بررسی بکنن. ما بر حقانیتی بچه های ما هیچ شک نداریم. در این شب و روز عید ما را از این لکه بدنامی، بازم تکرار میکنم،
خانواده ما را و جبهه مقاومت اکی واقعا قسمی که آقای مشکور اعلام کردند که عمق استراتیجی ایران، تهران و عمق استراتیجی افغانستان یکی هست. این گروه ها را من نمیخوایم تکرار بکنم کی ساختن، کی پرداختن، کی تغذیه میکنن، این از همون شمس هست. حالا اگر قرار باشه کسای مجازات شوند که با این تروریست ها واقعا دشمنی دارند، این یک ناامیدی کلانی را به ملت ما بار میاره، این واقعا یک سرخوردگی را بار میاره. کسایی که با تروریست ها مبارزه میکنند در این کشور دارند مجازات میشن. ما این توقع را از جمهوری اسلامی نداریم که واقعا به آدمایی که متضرر است مجازات شوند به نام این گروه وحشی و دهشتگرد. زنده باشید آقای مدد. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. انشالله که همینطور که گفتید دایید فطر این بچه ها آزادیشون رو ببینیم. واقعا جگرخراش این فکر به این موضوع. باز اگر که لازم بود در ادامه ما لایف های خواهیم گذاشت و در خدمت شما خواهیم بود. شبتون بخیر باشه در هر کجای دنیا هستید. خدا نگهدارتون. سلامت و خیر باشین. از جناب شما یک تشکری ویژه دارم. شما در تمام مسائل کشور ما دلسوزانه قایق بیان میکنیم. تشکر زیاد. قربان شما. خدا نگهدارتون. خب شنیدید صحبت های جناب آقای مدبر رو. من خواهش میکنم دوباره آقای مشکور بیان. یک سوالی دارم از آقای مشکور که جامون ایشون برای یه لحظه از دست دادی میشه. آقای مشکور من دعوت فرستادم دوباره شما اضافه بشید. این سوال دارم میخواست از شما بپرسم که با توجه به این که علاقی دارید نسبت به ادبیات و شعر و شبهای ماه رمضان هم هست آقای مشکور، اگر این بچه ها فرض محال که محال نیست بگونم، اگر این بچه ها در همون بند، در همون دنیای یأس و ناامیدی که هستن با این وحشتی که دوچار شدن که من شنیدم یکیشون 15-16 سالش محصله، اینا اونجا گرفتار و تمام امیدشون که حالا بیرون یک اتفاقی بیفته متوجه بشه دنیا که اینا کی بودن، به جایی که بهشون جایزه داده بشه دستگیر شدن به عنوان با داعش مبارزه میکردن به عنوان داعشی گرفتنشون، اگر اینها صداتون رو بشنون یکم صحبت کنین با اینا دلتون میخواد چی بگید بشون. خدمتتون عرض کنم که آقای مسعود میگفت که وقتی که من رفتم وارد پنجشیر شدم گفت اصلا دیگه امید بر زندگی نداشتیم، گفت ما گفتیم میریم یه خلق حماسه میکنیم و یقین به شهادت خود داشتیم و گفتیم شاید با شهادت ما حسین گونه همین تاریخ عوض بشه، ولی خب خداوند یه عزیز را به ما حفظ کرد. اساسا حرکت مقاومت، تفکر مقاومت، شکنجه را، شهادت را، رنج را، مصیبت را با خودش داره. ما در ادبیات عرفانی خود جناب آقای جعفریان داریم که هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن، البلا اول البلا. برای تمهیز ما، برای پاک شدن ما، برای زلال شدن ما این امتحانات لازم است. من توصیم به یعنیزا به عنوان یک طلبه کوچکی است که همین مرحله هم شما به عنوان جهاد اکبر الهاز بکنین، کسایی که دوستشان دارین و بالاخره از این دوستاش شما آسیب میبینین، ببینیم چقدر شما شهر صدر دارین، حوصله دارین. ما باید بر اصول خود، ارزشهای خود استوار بمانیم. یقینا همون که گفت که بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. ما اراده کردیم که این فضا را عوض بکنیم، این فضایی که طالب خودش را بر اساس یک غفلت تحمیل کرده به عنوان نماینده ملت افغانستان، به تعبیر بعضی ها محور مقاومت که در واقع محور شرارت است، محور شیطنت است. این بچه های عزیز یقین داشته باشند که اگر تمام تلاشاشون به خاطر خدا بوده، همین لحظه که بالاخره در هر جای در سختی و در تعب هم هستن، همینا رو به خداوند متعال با اونا واداش و مزد عنایت میکنه. به تعبیر ما و جنتری ایران امشب شب 27 است و تعبیر بعدش شب 28 باشه. امشب اگر شب 27 باشه شب تقدیر سرنوشت از هر جایی که هستین، به تعبیر مرحوم شریعتی در گوشه زندانتان رو بگین که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته.
شما از تنهایی بیرون میشین و پیامبر را به خود حس میکنین، بگین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. در همون جایی که هستین بر روی شهیدتان متوسل بشین، یقینا او شهید پاک در نزد خداوند آبرو داره و خودش اسباب فرج برای شما را فراهم بکنه. و بگین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تا فرشتگان نگهبان شما را حمایت کنن و مدد کنن. ما با توکل به خداوند و امدادهای غیبی تا اینجا را پیش آمدیم و یقین داریم که به فضل خداوند متعال با امدادهای غیبی فضا عوض میشه، شیطنت شکست میخوره و حقیقت متجلی خواهد شد. زمان به پیش میرود جناب آقای جعفریان همیشه با اراده ها، زمان به پیش میرود همیشه با اراده ها. ز تنگنا گذر کنیم رسیم به آن کرانه ها. ای عید انشاءالله بر همه شما مبارک باشه و خداوند متعال و برکت روزه مقبول روزداران انشاءالله فضای مقاومت توسعه پیدا کنه، اراده مقاومتگرای ما شما چنان که میبینین قوی تر شده. این در با اینکه بعد از همکارای مقاومتی ما در سایر جبهات اعلام کردن که ما در ماه رمضان دیگه عملیات نمی کنیم به حرمت ماه رمضان، ولیکن بر اساس سیره پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه ما همون مسیر ادامه دادیم و در ماه رمضان شما دیدین که ضربات بسیار کاری را در شهرهای مختلف ببینید. در پایتخت افغانستان جبهه مقاومت بر کالبد متعفن طالب ها و سیستم شیطانیشون زدن و این مقاومت ادامه داره تا آزادی برای همه ملت افغانستان تامین بشه، تا عدالت برای همه ملت افغانستان تامین بشه، تا پایگاه های تروریسم از افغانستان برچیده بشه، تا حکومت اسلامی و ملی که مورد دلخواه ملت مسلمان افغانستان داره تامین بشه. او دور نیست، او دیر نیست، ولیکن نیاز به هماهنگی و انسجام داره. از همین جا پیشاپیش به همه مقاومتگرها، برادر عزیزم جناب آقای احمد مسعود فرمانده کل نیروهای مقاومت و آمر جبهات مقاومت ملی افغانستان، عید را تبریک عرض میکنم به مقاومتگرای پنجشیر و اندرابها و بغلانها و سایر نقاط تبریک عرض میکنم. عید سعید فطر، شبتون بخیر باشه جناب آقای جعفریان، و سپاس ویژه از شما که به عنوان یک انسان آگاه در این روزهای بسیار سخت، در این روزهای بسیار سخت با کمترین امکانات عهدی که بستین و رو هستین و ادامه میدین. زنده باشید شیخ بزرگوار. من یک توضیحاتی دارم، یه 10 دقیقه دیگه هستم و بعد خداحافظی خواهم کرد. من از شما خداحافظی میکنم، اگه نکته باقی مونده بفرمایید، وگرنه که به خدا میسپارم. نکته ای که وسط صحبت ها شهید شد این بود که مرز کردم که امریکایی ها مزدورای خود را بردن به طرف غرب، ولی که او کسایی که آمدن در ایران واقعا مخلصین الله الدین بودن، اینا انسان های سالم بودن که ایران را به عنوان پناهگاه خود انتخاب کردن. و انصافا جمهوری اسلامی ایران در طول 2.5 سال برای حفظ جان نظامی های ما یعنی بیشتر از حد توقع تلاش کرده، نهادهای مختلف تلاش کردند که اگر چالش های وجود داره حداقل نظامی های ما در قسمت آسیب نبینن. جای سپاسگزاری وجود داره، ولیکن یک خط شیطنت وجود داره که میخواد اون اراده حکیمانه جمهوری اسلامی را، ملت جمهوری اسلامی را، حاکمیت جمهوری اسلامی را خدشه‌دار بکنه. در رسانه هایی را بعض وقتا میبینیم مقداری که مشکوک است. امیدوار هستیم که خداوند به اونا بصیرت بده، به اونها از نعمت هدایت اونها را بهره‌مند بسازه، و امیدوارم که انشالله همون سیاست جمهوری اسلامی ایران برای پذیرایی انسانی و اسلامی و ایمانی و ایرانی از پناهندگان و مهمانان ادامه پیدا بکنه، و در این پرونده خاص هم انشالله حکیمانه، عادلانه، مشفقانه اونچه که ما از ایران انتظار داریم، اونچه که ما از ایران آیت الله خامنه ای انتظار داریم، اونچه که از ایرانی که فعلا آقای رئیسی رئیس جمهورش است و یک فرد حکیم و بصیر و شجاع و آدم عادل مثل آقای محسنی اجرایی در رأس قوه قضاییش است که در این قسمت امیدوارم خود ایشان ورود پیدا بکنه و عادلانه و مشفقانه انشالله قضیه را مدیریت کنه و آرامش به خانواده شهید خیرخواه و به همه ما انشالله برگردانه، و یک درس عبرت هم بشه برای آینده که فراموش نکنیم. این نکته خیلی مهم است جناب استاد جعفریان. تابستان داغی در انتظار هم است. همه کبرمدان محکم بسته کنید. من چون که در یک مصاحبه اخیر بر طالبان گفتم که
بهار بسیار گرم و داغ بر شما پیش بینی میگم شما دیدین، همچنین بر همه سیاسیون، بر همه فعالان ما، بر مقاومتی ها تابستان بسیار داغ هم در میدان در دیپلماسی در پیش روی است. انسجامتان رو بهتر بکنین. امیدواریم خداوند متعال همه ما شما را برای رسالتی که داریم موفق تر بداره. زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. من جناب آقای مشکل کابلی عزیز، شبتون بخیر. قربان شما. خب دوستان، شنیدید فرمایشات جناب آقای مشکل کابلی رو. من دو تا توضیح میدم و در حد 7-8 دقیقه خداحافظی میکنم. خب شما متوجه شدید ماجرا چی بود؟ میخوایم نتیجه گیری کنیم. دوستانی که تا این ساعت باقی موندن توی لایو و نرفتن، خوبه یه برحال نصیبی ببرن از یه جنبندی از بحث بشه. یک جنرالی داشتیم که سالها در دوره مقاومت اول با شهید احمد شاه مسعود همکار بوده، در دوره مقاومت دوم از فرماندهان احمد مسعود بوده و در دره اندراب جنگ های خونونی مطالب کرده و در سال 1401 دیما محاصره میشه در یک روز برفی وحشتناک، همراه 14-15 تا از همراهانش به شهادت میرسه. خانوادهش بلند میشن میان تهران. یک هفته پیش مادر خانواده فوت میکنه. یک مراسم دعایی، مراسم تعزیه‌ای به قول مشهدی ها، عزاداری در منزل اینها میگیرن. روزا که خود روزه بوده، روزا ماه رمضان بعد از افطار، دوستان افغانستانی میومدن به خانه که به خانه کوچک اینها در حومه کرج که به تسلیت بگن به اینها. دو سه شب که این وضع ادامه داشته، چند شب پیش تا دیر وقت مهمان ها باقی میمونن، بعد که سحری میخورن با اسنپ میرن. اون اتفاقی خانم خانری بود اتفاق میفته، پلیس مشکوک میشه، به ماشین دنبال میکنه، اینا به اسنپ میگن گاز بده برو، چون سند نداشتن. راننده اسنپ رو تحریک میکنن، میگن برو، ممکنه اینا مامورنما باشن بخوان ما رو بچاپن. اونا میرن، پلیس هم تیراندازی میکنه. خب وقتی بره، من این قسمت رو خانم خانری دقیق توضیح دادن، کاملا موضوع روشن شد. حق اونجا در واقع طبیعی بوده، محق بوده پلیس. خب تیراندازی میکنه، دو تا مجروح میشن، اینا رو میگیرن، میگن شما کی هستین، کی هستین؟ میگن ما فلان جا عزاداری رفته بودیم، ما با چیزی نیست، علت ترسیدیم فرار کردیم، این بوده، سند نداشتیم. میریزن به خونه که عزاداری اونجا بوده، خب یعنی خانه خانواده شهید خیخا که این پسرا و بقیه خانواده دو ساله که در اونجا مقیمن، دو ساله در ایرانن و هیچ که کاری بهشون نداشته، همه میشناسنشون، با نهادهای مختلف مرتبط بودن. خب میریزن اونجا، اینا رو میگیرن میبرن بچه های نیرو انتظامی و بعد یه عکس پیدا میشه که بله همون عکسی که دیدید. این میگن آقا این در افغانستان گفته بودن این متهم به داعش بوده، که ماجرای کلش آقای مدبر توضیح دادن. 8-9 نفر که گرفتن، که همشون از فرمانده های مقاومت و بعضی هاشون 7-8 گلوله خوردن از طالب و پناه آورده بودن اینجا، اینا رو به اتهام داعش بودن. ببینید این جمعی که اینطوری دستگیر شدن گرفته شدن چجوری دربارشون خبر زده شده. من خبر رو حالا براتون بخونم بعد از این لایف، حالا این خبر رو دوباره بشنوید. ایسنا البرز، سخنگوی پلیس، از اجرای عملیات گسترده واحد ضد تروریسم سازمان اطلاعات فراجا و دستگیری چندین عضو گروهک تروریستی داعش خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار سعید منتظر المهدی از دستگیری محمد زاکر، مشهور به رامش، عضو ارشد و سرتیم عملیات تروریستی داعش در ماهدشت کرج، این عضو ارشد از سرتیم عملیات تروریستی داعش در ماهدشت کرج که در ادامه نوشته توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز دستگیر شده، این دو سال اونجا بوده، پسر فرمانده شهید خیرخواه اونجا جنگیده سالها با طالب، دو سال هم اونجا توی مغازه و بندری و همه جا داشته کار میگه، یهو سه روز پیش فهمیدن این سرتیم داعش، رفتن دستگیرش کردن و گیر افتاده. خب حالا ادامه ای خواهد. سخنگوی پلیس در تشریح جزئیات این عملیات بیان کرد در پی اشراف اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرهنگی انتظامی استان البرز و همراهی و همکاری در شناسایی تروریست ها توسط شهروند مسئولیت پذیر، ته تماس به موقع با پلیس 110 موفق به دستگیری عضو ارشد داعش با هویت محمد زاکر، مشهور به رامش، و دو نفر دیگر از واحدهای تروریستی این گروه. این مقام ارشد انتظامی افزود این افراد طی دو عملیات جداگانه در طول اطلاعاتی پلیس قرار گرفته و در تیراندازی به خودروی آنها 3 نفر مورد
اصابت گلوله و دستگیر شدن. این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر رو داشت. تو رو خدا شما ببینید تا 2.5 ساعت ما درباره این افراد داریم صحبت میکنیم. این افراد کی بود؟ یه اینا قصد عملیات تروریستی در عید فطر رو داشت. همچنین 8 نفر از همراهان تروریست ها. این 8 تا کی هست؟ همونهای که خونه شهید خیرخواه بودن و جز این زاکر 2 تا دیگه از برادرای از پسرای شهید خیرخواه. همچنین 8 نفر از همراهان تروریست ها نیز دستگیر که خبرهای تکمیلی در خصوص نحوه اقدامات به ارتباطات این تیم تروریستی اطلاع رسانی خواهد شد. من یه خواهش دارم، ببینید دوستان، اگر با کسی دشمنید، اگر کسی بهتون بدقولی کرده، اگر کسی بیمهری کرده بهتون، الان وقت تصحیح حساب اینجور کارا نیست. اگر با جمهوری اسلامی مشکل دارید، اگر با جمهوریت مشکل دارید، اگر الان وقت اینه که یک عده آدم بیگناه یک سوء تفاهمی به وجود اومده گرفتار شده، بیایم زمینه رو فراهم بکنیم تا سوء تفاهمی که به وجود اومده رفع بشه. همه با این وسیله از این مسیر وارد بشن، نه اینکه یکی دشمنی داره با احمد مسعود الان بیاد توییت بزنه ها دیدی کار تو بود، تو هیچ کار نیومدی مثلا فلان بکنی، نیومدی بیانیه بدی، بخواد اونو مقابل دولت ایران قرار بده. اون یکی دیگه با جمهوری اسلامی مشکل داره، بگه بله اینها همون کسایی هستند که شما به باباش کمک کردین، اینا نیروی مقاومت. اون یکی دیگه میخواد سوء استفاده بکنه، طرفدار طالب، به دروغ بیاد بگه که بله اینا فلان بودن و با دو. این کارو نکنید، بیایید همتتون رو روی هم بگذارید. عزیزان نیروی انتظامی، بزرگوارانی که دخیل هستن تو این موضوع، قوه قضاییه وارد بشه این مسئله رو حل بکنید. این بچه‌ها گناه دارن، خدا خیلی سخته شما سالها بجنگی با داعش، بعد بیاد بهت بگم داعش رو بگیرم ببرن، هیچ فرصت دفاع بهت ندن، یه سری اون اعلام بکنن. یه هم دیدیم تمام خبرگزاری‌ها پر شد، رسانه‌های بین‌المللی هم از رسانه‌های اسرائیلی گرفته تا بی بی سی همشون زدن که بله اینا واسه داعش هم اینجوری اعلام شده بود. آقا بیاید یه کاری بکنید این بچه ها دم عید فطری که یکی نه چه بسا بزرگترین عید افغانستانی ها هست در کنار عید قربان، عید فطر، دم عیدی به آغوش خانوادهشون برگرد، این سوء تفاهم حل بشه. هیچ اشکالی هم نداره، به هر حال پیش میاد، همینطور که آقای مشکور گفتن این اتفاقات طبیعیه، توضیحات هم داده شد، آقای صالح در دسترس، آقای ضیاء سراج در دسترس، تمام موضوعات رو میشه راستازمایی کرد و به امید خدا این بچه ها به آغوش خانواده هاشون برگردن. من دیگه حرفای دیگه هم برای گفتن داشتم اما خیلی طولانی شد لایو. ممنونم از اینکه همراهی کردید تا این ساعت شب، خیلی ممنونم که پا به پای ما اومدید. امیدوارم اگر از عزیزان رسانه‌ای اینو میشنوند، خواهش میکنم شما که سخنگوی محترم نیروی انتظامی رو منتشر میکنید، حرف این بچه ها، حرف مقاومت رو منتشر کنید. اینا یه طرف هم دیگه، این بیچاره هم حق دارن که صداشون کسی بشنم. الان همین امشب ما این لایو رو نمیذاشتید، چطوری میخواست معلوم بشه اینا کی هم؟ شما عکسشون دست به دست میکردید تو گروه ها توی فضای مجازی که این داعش فرمانده فلان دستگیر شد در ماهتش دکرد. کی میدونه اون آدم کی بوده؟ یه عکس میبینه دیگه، کی میدونه خیرخواه کیه؟ کی میدونه 2 سال بوده این آدم جا بوده؟ بگذاریم، در هر کجای دنیا هستید شبتون بخیر باشه، ما رو معرفی بکنید، بگذارید این صدا شنیده بشه، کمک بکنید از این تلهی که دارای تهران برای مردم ایران در شرق کشور کار گذاشتن، این امام